ششمین وبینار چشم انداز اقتصاد ایران از کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در خدمتتون هستیم. جا داره در ابتدا تشکر کنم از همه دوستان بابت استقبال بی‌نظیری که شد از این برنامه و امیدوارم که واقعا کیفیت برنامه جوابگوی این همه لطف دوستان و همکاران و همراهان عزیز رو داشته باشه. ما در حالا دوستانی که از قدیم همراه اتاق اصفهان بودن میدونن که این به صورت سلسله چشم‌اندازها ما این برنامه وبینار اقتصاد ایران رو چشم‌انداز اقتصاد ایران رو برگزار می‌کنیم که از در واقع سال 98 شروع شد این برنامه. در خدمت بسیاری از اساتید بزرگوار اقتصاد ایران بودیم در طی این برنامه و دیگه برای آخرین قسمت این برنامه سعی کردیم که یک جوری باشه بتونیم در واقع اون انتظار همه دوستان رو برآورد کنیم و تونستیم با کمک حالا خود جناب آقای پروفسور محمد هاشم پسران و لطفی که به اتاق اصفهان و کمیسیون بهبود توسعه و بهبود محیط کسب و کار داشتن این جلسه رو برگزار کنیم به عنوان آخرین جلسه چشم‌انداز اقتصاد ایران که در سال 99 داره در واقع برگزار میشه. خب من در ابتدای عرایزم لازم هستش که یه سری توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری این وبینار بدم خدمتتون که یه مقدار متفاوت هست با وبینارهای قبلی ما. توی این وبینار ما به دلیل اینکه می‌خواستیم از در واقع نظرات همراهانمون بیشتر استفاده کنیم و حالت وبینار از حالت یک سویه سخنان در بیاد سعی کردیم که یک سری سوالات رو طراحی کردیم با نظرات خود جناب پروفسور هاشم پسران. سوالات در قالب سه عنوان برای نظرسنجی در اختیار همه دوستان گذاشته شده که از همراهان عزیز خواهش میکنم تا قبل از ساعت 7:10 لطف کنن توی اون نظرسنجی شرکت کنن. چشم‌انداز اقتصاد ایران در موردش سوال میشه. یک سری از شاخص‌های کلیدی که حالا در واقع جزء سرفصل‌های صحبت‌های جناب پروفسور هست ما اونها رو ازشون یک سری سوال درآوردیم که نظر دوستان و فعالان اقتصادی رو بدونیم که بعداً بتونیم توی تحلیل‌هامون هم ازش استفاده کنیم. بنابراین خواهش میکنم از همه دوستان که خب در راستای بهبود کیفیت این برنامه و در واقع دو سویه کردن ارتباط این وبینار لطف کنن توی اون نظرسنجی ها استفاده کنن از نظرسنجی ها و من نمیدونم حالا یه سری از دوستان میگن صدا رو ندارن. لطف کنید اگر که کسی دوستان صدا نیست اینجا دوباره بنویسی چون چند نفر گفتن. اگر هم صدا هست لطف کنید اطلاع بدید که ما دیگه نخواهیم. حالا خب متشکرم و خواهش میکنم پس تو نظرسنجی ها شرکت بفرمایید که ما قراره که اون نظرسنجی ها به صورت تحلیلی توی صحبت های خود جناب آقای دکتر آورده بشه و ما بتونیم یک ارتباط دوستویه داشته باشیم. و موضوع دیگه ای هم که توی این وبینار یه مقدار متفاوت هست این هستش که ما با توجه به حالا حجم بالای در واقع تقاضایی که بود برای جناب پروفسور ما با وجود اینکه ظرفیت فضای وبینارمون رو دو بار افزایش دادیم و حتی ثبت نام رو هم دو روز تمدید کردیم ممکنه که خیلی از دوستان و آشنایان حالا نتونن وارد بشن. بنابراین اگر از دوستانتون خواهش میکنیم که این اطلاع رسانی انجام بشه به صورت همزمان کسی نتونست وارد صفحه بشه بهشون اطلاع بدید که به صورت همزمان ما پخش داریم از اینستاگرام و آپارات اتاق بازرگانی که به صورت لایف داره پخش میشه این برنامه که ما بتونیم با در واقع هرچه بیشتر بتونیم در خدمت دوستان باشیم و شرمنده عزیزان و لطفشون نباشیم. خب در من خیلی صحبت رو کوتاه میکنم فقط قبل از این که بخوایم در خدمت جناب آقای مهندس گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان باشیم یه مختصری من از البته فکر میکنم اکثر دوستان میدونن ولی خب در واقع به رسم برنامه مختصری از رزومه پروفسور هاشم پسران رو خدمتتون بگم. ما خودمونم توی اولین چیزی که داخل پوسترمون گذاشتیم و حالا شاید افتخار بزرگ ایرانی ها این هستش که ایشون سال 2013
به عنوان نامزد جایزه اقتصاد نوبل شناخته شده بودن و خب میدونید این جایزه و اصلا کلن کاندیدیت شدن توی این جایزه مختص افرادی هستش که بیشترین رفرنس به مقالاتشون میخوره و در واقع جز اقتصاددانهای سرشناس هستن برای تمام مقالات علمی. آقای پروفسور هاشم پسرام که خب زاده شهر شیراز هستن، پس از اتمام تحصیلاتشون که در دانشگاه کمبریج داشتن، اولا که حالا اطلاعات کلی که ما ازشون داریم غیر از دکترای اقتصادی که از دانشگاه کمبریجشون دریافت کردن، اول قبل از اینکه من بخوام کلیات رو توضیح بدم خدمتون عرض کنم 40 صفحه رزومه ایشون هست و ما فقط سعی کردیم یه خلاصه ای، حالا سعی میکنم در حد 2 جمله که نمیدونم چقدر جوابگوه، ولی خب به هر حال در صورت کلی فقط عرض میکنم که دوستان حالا اطلاعات بیشتری داشته باشن. ایشون دکترای اقتصادشون از دانشگاه کمبریج گرفتن و 5-6 تا دکترای افتخاری، حالا اگر اطلاعات من کامل باشه انشاءالله، دارن، از دانشگاه ماسریخ دارن، از دانشگاه گوته فرانکفورت دارن، از دانشگاه سالفورد دارن و چند دکترای افتخاری دیگه از مؤسسات مختلف. یکی از شاخص‌ترین در واقع نکات رزومه ایشون بحث اون نرم افزار اقتصاد سنجی مایکروفیت هستش که خب میدونید وقتی که طراحی کردن این نرم افزار رو خیلی بالا، حالا دوستان اقتصادی میدونن که چقدر کاربردی هست این نرم افزار و چقدر میشه ازش استفاده کرد. چیزی که من الان توی کارنامه‌ام دارم با خود ایشون هم حالا توی رزومه ایشون هم بود، صاحب کرسی دانشگاه اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی هستن و حالا خب بازنشسته دانشگاه کمبریج هستن. از دید خیلی از دوستان ایشون از حالا بعضی ها میگن شاخص‌ترین اقتصاددان ایرانی، ولی از دید بسیاری از دوستان ایشون برترین اقتصاددان ایرانی هستن که خب تا حالا، حالا اون سالی که قرار بوده توی سال 2003 یک اکونومتریک یک مقاله‌ای رو نوشته بود که 2003 اعلام کرده بودن 1250 بار به در واقع مقالات ایشون ارجاع خورده و رفرنس خورده. خود ما که حالا رشته اقتصاد رو خوندیم از اطلاعاتمون خیلی جاها از در واقع مقالات ایشون استفاده میکنیم و رفرنس میدیم، مخصوصا توی بحث اقتصاد سنجی. ایشون به نقل از وبسایت مؤسسه تامسون رویترز که برای در واقع بحث نوبل هست، با توجه به اون عضویت‌هایی که داشتن که عضویت در آکادمی بریتانیا رو داشتن و فکر می‌کنم هنوز هم دارن، بحث جامعه اقتصاد سنجی رو داشتن، یکی از مجلات و در واقع ژورنال‌های کاربردی اقتصاد که بحث اقتصاد سنجی هست، ژورنال اپلاید اکونومیک هستش که خب ایشون چندین سال همکاری کردن. ایشون بعد از سال 1334 از طریق بورسیه بانک مرکزی ایران برای تحصیلاتشون به انگلستان رفتن، بعد از گرفتن دکتراشون از دانشگاه کمبریج به ایران بازگشتن، یه مدتی مثل این که توی خود بانک مرکزی فعالیت داشتن و پس از اون دوباره از ایران رفتن. در حال حاضرم حالا ما این چند وقتی که با ایشون مکاتبه داشتیم و در واقع افتخار همصحبتی باشون رو داشتیم، ایشون از کالیفرنیا با ما در تماس هستن. در حال حاضرم برای حالا دانشگاه‌های در می‌دونید حالا اون عضویت‌هایی که دارن تو بحث جامعه اقتصاد سنجی، یکی از بحث‌هایی که توی اون مرکز در واقع بررسی‌های اقتصادی خاورمیانه هست خیلی وقت ازش ما یاد می‌کنیم توی خیلی از مقالاتمون و در واقع خیلی جاها بهش رفرنس می‌خوره. خب من حالا بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم چون میدونم هر چقدر ما بخوایم در مورد افتخارات جناب پروفسور صحبت بکنیم، که حالا من مثلا یه جای دیگه نوشته بودن که توی آوریل 2010 ایشون رتبه 4th اقتصاددان جهان رو با 427 امتیاز گرفتن از یکی از درگاه‌های در واقع وبگاه‌هایی که مال رتبه بندی همه
اقتصاددان ها هست و اساتید مختلف. خب من حالا بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، فقط از دوستان خواهش میکنم لطف کنید با توجه به اینکه حالا همکارای من گفتن هنوز اون سطحی از همکاری که ما الان تا به حال 442 نفر رو داخل فضا داریم، متاسفانه تعداد افرادی که توی فرم های نظرسنجی شرکت کردن خیلی کم بوده، لطف بفرمایید. برای اینکه ما با خود جناب پروفسور هم صحبت کردیم، قرار بر این شده که ما وقتی که ایشون صحبتاشون رو شروع میکنن تحلیل های این نظرسنجی رو در خدمتشون باشیم، یه مقایسه‌ای بکنیم برای صحبت های ایشون و گفتم هم خدمتتون که این بحث دو سویه بشه. لطف بفرمایید و این نظرسنجی ها رو پر بکنید که حالا دوستان زحمت میکشن و ما دیگه حالا برای قسمت بعدی در خدمتتون هستیم. خب ما در این قسمت در خدمت آقای مهندس گلشیرازی رئیس اتاق اصفهان هستیم و حالا از صحبت های ایشون استفاده میکنیم. آقای مهندس بفرمایید. سلام جناب مهندس. وعلیکم السلام و رحمت الله. خوب هستین؟ ما در خدمت شما هستیم. ولی اگر که این تصویر ما درست بشه بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض ادب و سلام دارم محضر کلیه اعضای محترم، خانم ها و آقایان و دوستانی که در این فضا به صورت آنلاین حضور دارند و امروز قرار است که موضوعات مهمی را پیرامون چشمانداز اقتصاد در سال پیش رو با حضور جناب آقای پروفسور محمد هاشم پسران مرور بکنند و امیدوارم که نتیجه این جلسه نتیجه مطلوبی باشد برای کلیه اعضایی که وقتشون را صرف خواهند کرد. اجازه بفرمایید که من در ابتدای صحبتم تبریک عرض بکنم اعیاد ماه مبارک رجب را، علل خصوص ولادت امیر مؤمنان حضرت علی و همچنین عید پیش رو، عید مبعث را خدمت کلیه عزیزان، و امیدوارم که از فیوضات این ماه به احسن وجه ممکن بهره کافی را ببرید. در مطلع صحبتم اجازه بفرمایید تشکر بکنم از عزیزان و همکاران خوبم در کمیسیون بهبود محیط کسب و کار، جناب آقای دکتر اخوان فرید ریاست محترم کمیسیون، سرکار خانم دکتر آبشاری دبیر محترم کمیسیون و همچنین جناب آقای دکتر ابراهیمی دبیر اتاق و رئیس اداره بررسی های اقتصادی که شرایط برگزاری این جلسه را فراهم نمودند. من میخوام که با اجازه شماها بحثم رو در این 15 دقیقه‌ای که برای بنده تخصیص زمان دادن به دو بخش تقسیم بکنم. بخش اول جایگاه اتاق بازرگانی، ساختار اتاق بازرگانی، چرایی تشکیل این جلسات و لزوم تشکیل چنین مباحثی، و بخش دوم صحبت بنده برمیگردد به موضوعات اقتصادی مرتبط با شرایط حاضری که ما در اون قرار داریم از منظر یک فعال اقتصادی، و امیدوارم که در ادامه بحث با نقطه نظرات سخنران کلیدی این جلسه بتوانیم نتیجه مطلوبی را عاید بکنیم. مستحضر هستید که در تقسیم بندی اتاقها به صورت سنتی اتاقها را به عنوان مشاور سه قوا تلقی می کنند و این را در اتاق اصفهان ما تعبیر می کنیم به اتاق تعاملگرا، که قرار است ارتباط بین فعالین اقتصادی را با قوای سگانه در راستای بهبود محیط کسب و کار مهیا بکند. در اتاق نسل دوم که اتاقی است که رونق و رشد کسب و کار اعضای خودش را در نظر دارد، قرار است با
ساز و کارهای از جمله ایجاد شتاب دهنده ها، مراکز رشد و برگزاری جلساتی از این دست زمینه توجه بیشتر، علم فزونتر و همچنین راهبری عملیاتی اعضای اتاق شکل بگیرد تا رونق و بهبود کسب و کار اونها محقق بشه. و اتاق نسل سوم اتاقی است که حوزه مسئولیت اجتماعی را میباید به صورت ویژه در نظر داشته باشد، چرا که کسب و کار و رشد اقتصادی بدون توجه به مباحث مسئولیت اجتماعی و بدون توجه به موضوعات حوزه اجتماع عملاً اون اثر بخشی خودش را نخواهد داشت و قطعاً توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی این کمک را خواهد کرد تا ضریب نفوذ اتاقها و فعالین اقتصادی در جامعه به عنوان خادمین جامعه‌ای که حوزه اقتصاد را به حرکت در می آورند که نتیجه اون افزایش درآمد سرانه مردم اون جامعه و رفاه عمومی جامعه است، قطعا امر لازم و مهم است. در اتاق بازرگانی اصفهان در دوره‌ای که ما در اون قرار داریم، دوره نهم اتاق، توجه به ایجاد زیرساخت‌های کسب و کار و تجارت همچون راه اندازی نمایشگاه بین‌المللی، موضوع کارگو ترمینال فرودگاه اصفهان، موضوع پروژه بزرگ انتقال آب خلیج فارس که امیدواریم در هفته آینده به فرمان آقای رئیس جمهور عملیات اجرایی اون شروع بشد، در کنار راه اندازی صندوق قرض الحسنه حمایت از اعضای اتاق در این یک سال گذشته می رود تا با شکل‌گیری شهرک طلا و جواهر اصفهان و همچنین شهرک پوشاک زیرساخت‌های فیزیکی و کلان کسب و کار اعضای اتاق را فراهم بکند. این هم محقق نمیشه مگر اینکه در حلقه دوم که خدمت شماها عرض کردم، در اتاق نسل دوم توجه به رشد و رونق کسب و کار اعضا در حوزه ارتباط با صنعت و دانشگاه در اتاق اصفهان یک وضعیت و یک توجه ویژه‌ای را به خودش معطوف کرده است که با ایجاد یک ساختار مجزا تحت عنوان سرای رشد و نوآوری در اتاق، موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه و ارتباط اعضای اتاق با صاحبان علم و دانش در دانشگاه ها تسهیلگری میشه و طرح پایش، پویش و رویش که به عنوان طرح برگزیده به عنوان مدل عملیاتی ارتباط صنعت و دانشگاه خوشبختانه در ماه گذشته توسط وزارت علوم در سطح ملی به عنوان طرح عملیاتی برتر برگزیده شد ایفای نقش می کنند. تا در ساختار مراکز و شتاب دهنده ها همچون مرکز آموزش اتاق و توانمندسازی نیروی انسانی، شتاب دهنده توسعه صادرات و شتاب دهنده تحت عنوان شتاب دهنده بردار، شتاب دهنده فروش و بازاریابی تحت عنوان شتاب دهنده تارگت و شتاب دهنده تجارت الکترونیک بتواند با تربیت نیروی متخصص دانش آموخته فرش و فعال خدمت رسان جامعه صنعتی باشد که نیاز به توجه به بازار و نیاز به ایجاد تقاضا جهت رونق کسب و کار خودش دارد. این امر محقق نمیشه مگر اینکه مشاورین کار ورزیده را نیز اتاق جهت کمک به اعضای خودش و فعالین اقتصادی به کار بگیره و به همین جهت در سال جاری ما شاهد افتتاح کانون مشاورین اتاق بازرگانی بودیم تا بتوانن اعضای اتاق و اعضایی که در اکوسیستم اقتصادی و کسب و کار کشور و استان فعالیت میکنن از دانش و تجربه حلقه سوم، یعنی مشاورین به نحو احسن، بهره بگیرن. در کنار این اقدامات، اتاق بازرگانی در دوره حاضر
با راه اندازی دفتر مطالعات و بررسی های اقتصادی سعی بر این کرد تا ضمن قوام سازی جهت موضوعاتی که در شورای گفتگو و در مذاکره با قوای سگانه میخواد طرح بکنه و نیاز داره که مبانی علمی این موضوعات در کنار نیاز عملیاتی واحدهای اقتصادی قوام خودش را بگیره، ایفای نقش بکند و به همین منظور برگزاری این دست همایش ها به عنوان برنامه کلیدی و اجرایی کمیسیون های اتاق مورد توجه قرار گرفته است و بسیار خرسند هستم که این جلسه ای که امروز ما خدمت شما هستیم ششمین جلسه از سلسله نشست های بررسی چشم‌انداز اقتصادی در سال پیش روست. به هر حال ابهامات و متغیرها کلان اقتصادی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی با وقوع پاندمی کرونا شرایطی را ایجاد کرد که عملاً کارورزیده ترین افراد در حوزه اقتصاد نیز به نوعی المان‌های متغیرشون زیاد شد و می‌طلبه که حتماً با برگزاری این سلسله نشست‌ها فعالین اقتصادی ما نکات کلیدی که در اقتصاد ملی و اقتصاد جهانی با توجه به رخدادهای پاندمی کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه‌ای که در حق ملت ما و اقتصاد ما اعمال شده است بتوانند مدل کسب و کاری خودشون را بازسازی نمایند، بازنگری بکنن و با تجهیز منابع خودشون رو آماده بکنن تا از فرصتها بهتر استفاده بکنن و تهدیدها رو بهتر مدیریت بکنن. اگر که ما مرور اجمالی داشته باشیم از آنچه که در یک ساله گذشته در اقتصاد دنیا اتفاق افتاده است، سقوط مکرر بازارهای مالی جهانی باعث این شد که به هر حال چشمنداز اقتصادی در سالی که گذشت چشمنداز همراه با هشدار توسط کارشناسان اقتصادی بود و عملا این اتفاق نیز محقق شد و برخلاف سقوط بازارهای مالی در سال 2020 این احتمال می رود که رشد اقتصادی جهان در سال پیش رو عدد حدود 5% را بتواند تجربه بکند که این عدد نسبت به عدد قبلی که در اصل پیش بینی شده بود یک بهبود 3% رو تجربه می کند که خبر خوبی است جهت عزیزانی که در اقتصاد بین الملل می خواهند فعالیت بکنند. اما مستحضر هستید که صندوق بین المللی پول در سال گذشته هشدار از کوچک شدن 3% اقتصاد را داده بود و همچنین از سوی دیگر این توجه را در حال حاضر داره میده و پالسی که اقتصاد هند و اقتصاد چین شاید بهترین و بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در سال پیش رو داشته باشن که من اینها را اجمالاً سریع گذر میکنم، قطعا جناب آقای دکتر بر اون خواهند تکیه کرد و موضوعات را تبیین خواهند کرد. در خاورمیانه‌ای که ما در اون قرار داریم و آفریقای شمالی در سالی که گذشت کاهش 5% تجربه شد و شاید یکی از دلایل این افت کاهش تقاضای نفت بود که به تبع اون کشورهای صادرکننده تجربه اون را داشتن و عدد حدود 5.7% کاهش را در سال 2020 تجربه کردند و شیوع بیماری کرونا قطعاً عامل فزاینده‌ای بود که بر این کاهش رشد اقتصادی تأثیر داشت. اما آنچه که پیش بینی می شود در سال پیش رو اتفاقی برخلاف این است و اقتصاد پویاتر و با رشد همراه با رشد اقتصادی را در کشورهای نفتی خواهیم داشت.
آمار هم نشان می‌دهد که بیشترین افت را در سالی که گذشت به جهت تحریم‌ها علاوه بر پاندمی کرونا کشور ما در است، در عرصه عدم توانایی در بهره‌گیری از رشد اقتصادی حاصل از نفت همراه داشته است. اما آن طرف سکه را اگر ما نگاه بکنیم، آمار نش حکایت از این داره که در 3 ساله گذشته، سالهای 97، 98 و در سال حاضری که در اون قرار داریم، رشد اقتصادی منفی که در اقتصاد ما موضوعی بود از که فعالین اقتصادی و حوزه اقتصاد ما با اون دست و پنجه نرم کردن. هرچند که عمده تأثیر در این افت منفی موضوع نفت است که در کنار پاندمی کرونا اثر خود اون رو گذاشته است. اگر در استانهایی مثل استان اصفهان ما مرور بکنیم، موضوع پاندمی کرونا به جهت سهم بالای خدمات و گردشگری در اونها، این محدودیت رشد اقتصادی در و رشد منفی اقتصادی در این حوزه فزون‌تر است و به عبارتی در این منطقه مردم ما فشار بیشتری را در سال گذشته تجربه کردند و قطعا لزوم داره که دولت سیاست‌های حمایتی خودش را علل خصوص در حوزه گردشگری و در حوزه خدمات به صورت ویژه میبایست عملیاتی بکنند، چون که شرایط حکایت از این دارد که وضع مطلوبی در حوزه خدمات در شهرهایی که اقتصاد اونها مبتنی بر بحث گردشگری نیست و مطلب بسیار مطلب حائز اهمیتی. اما اون طرف سکه تورم، اگر که ما مرور بکنیم تورم سال 99 رو، 3 ماهه اول 33%، 3 ماهه دوم 37%، 3 ماهه سوم 42%، حکایت از یک تورم بالاتر از 30% دارد و البته پیش بینی ها حکایت از این دارد که در سال آینده شاید ما با کاهش تورم روبرو باشیم که قطعا عوامل محیطی در این مهم امری اجتناب ناپذیر است. نرخ ارز امری تأثیرگذار است در تعیین نرخ تورم در کشور ما و به هر حال موضوعاتی که در هفته گذشته در رسانه ها نقل محافل اقتصادی بود از اظهار نظرات مقامات دولتی که نرخ دلار به هر حال چه عددی است، آیا نرخ دلار 25,000 تومانه، آیا نرخ دلار عدد کمتر از این است، نرخ دلار واقعی چه عددی است، اگر منابع ارزی کشور آزاد بشود با چه وضعی خواهیم داشت، اینها جزء پارامترهایی است که یک ابر رایانه میخواهد که محاسبه بکند و ببیند که به حضورتون عرضم بر چه روالی میباید اتخاذ روش بکنه. امروز در اتاق بازرگانی من با خیلی عظیمی از فعالین اقتصادی روبرو هستم که ابهام دارند جهت تدارک و تأمین منابع مالیشون، جهت سرمایه گذاری در تأمین مواد اولیه‌ای که با بیس ارزی است، چرا که اعتقاد دارن با این پالس هایی که اومده است، اگر که منابع ارزی آزاد بشود، اگر که فروش نفت قوت بگیرد، اگر که صادرات غیر نفتی تقویت و قوام پیدا بکند، آیا نرخ ارز با چه دامنه ای تغییر خواهد کرد؟ و قطعا اثر اون موضوعی است که میباید به جد دولت این مهم را با اتخاذ سیاست خودش به سرانجام مطلوب برسونه. من بیش از این اطاله کلام نمی کنم. با این مقدمه ای که خدمت شما عزیزان عرض کردم و خدمت سخنران کلیدی جلسه مون عرض کردم، قطعا مستمعین این جلسه یک سوال روشن دارن از جناب پروفسور و اون این است: پیشبینی شما جهت اقتصاد ایران در سال 1400 چیست؟ تأمین مواد اولیه، سرمایه گذاری در تأمین مواد اولیه‌ای که بیس ارزی دارد، سرمایه گذاری در بازارهای صادراتی و عواملی که متأثر از این موضوع است را چه نسخه و چه توصیه ای را جهت فعالین اقتصادی دارن که در حوزه کسب و کار اونها مؤثر باشه.
سوال دومی که هست، قطعا بازار سرمایه به عنوان یک بازار مورد توجه فعالین این حوزه قطعا نیازمند استماع نقطه نظرات سخنران محترم هست که این حوزه را هم چگونه پیش بینی میکنن و مشخصا چه توصیه های یک ساله و چه توصیه های میان مدت را برای فعالین اقتصادی در این حوزه دارن و همچنین سرمایه گذاری های خارجی و سرمایه گذاری های برون مرزی را نیز اگر که نقطه نظراتی داشته باشن قطعا کمک خواهد کرد تا عزیزان ما در کنار مباحثی که در 5 جلسه قبلی در سلسله نشست های چشمانداز اقتصاد مستمع نقطه نظرات اساتید در این حوزه بودن بتوانند ساز و کار مناسب خودشون را در سال پیش رو انشاءالله اتخاذ بکنن. من بیش از این اطاله کلام نمی کنم. بسیار خرسند هستیم که امروز میزبان یکی از صاحب نظران و خوشنام ها در حوزه اقتصاد هستیم و امیدوارم که بتوانیم بهره وافی و کافی را از محضر حضرت عالی ببریم. تشکر میکنم از توجه شماها و مستمع نقطه نظرات جناب آقای دکتر محمد هاشم پسران در ادامه جلسه خواهیم. سپاسگزارم. متشکرم جناب آقای گلشیرازی، ممنون. استفاده کردیم از صحبت و نکاتتون، ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتی. خب دوستان، ما حالا با توجه به قولی که به دوستان داده بودیم و نمیخوایم خیلی از زمان بندی برنامه فاصله بگیریم، ما طبق سین برنامه توی این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه بهبود محیط کسب و کار هستیم. فقط آقای دکتر یه فایلی هم آماده کرده بودن، یعنی هستن که میخوان نمایش بدن، اما حالا قرار شد یه مقدار کوتاه‌تر ما در خدمتشون باشیم که از اون طرف هم در واقع بیشتر از این بدقولی نکرده باشیم با پروفسور. آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید. که دعوت ما رو پذیرفتن تا فعالان اقتصادی اصفهان و اقسام نقاط کشور رو از دیدگاه‌های و نظرات خودشون راجع به چشم‌انداز اقتصاد ایران مطلع کنن. من زیاد قصد صحبت کردن ندارم، فقط چون شرکت کنندگانی که در این وبینار تشریف دارن بعضا از غیر از اصفهان و از اقسام نقاط ایران هستن و حتی چندین کشور خارجی هم در این وبینار شرکت کردن، خواستم که چند دقیقه راجع به وضعیت اقتصادی اصفهان در مقایسه با کل کشورمون مطالبی اقتصاد داشته باشد. از کنم که اصفهان از دیرگاه و از قدیم الایام به دلیل داشتن بیش از 6000 آثار تاریخی به عنوان نصف جهان معروف شده و شناخته شده باشد. علاوه بر زمینه های گردشگری و آثار تاریخی که ما در اصفهان داریم، امروزه به دلیل وجود شرکت‌های بزرگی مثل فولاد مبارک، زباهم، پتروشیمیا، پالایشگاه و چندین صنایع دیگه، ما امروز عنوان قطب صنعتی، یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور شناخته می‌شویم و این قضیه سبب شده که اصفهان رو به عنوان به دلیل مرکزیتی که در کل ایران داره و در مرکز کشور واقع شده به عنوان مرکز تبادلات و یا قلب تبادلات کشور شناسایی شده بشه. از هم خدمت شما، اصفهان جمعیتی معادل 2
5,200,000 نفر جمعیت داره که حدود 6.4% کل جمعیت کشور در این منطقه و یا در این استان واقع شده. نرخ بیکاریش 2.4% که کمی بالاتر از نرخ متوسط کشوره. البته به 2-3 سال گذشته کمتر شده، قبلا بیشتر از این بوده و همه الانم راضی کننده نیست، چون با توجه به امکانات و بالقوه‌ای که اصفهان داره، نزدیر چندین دانشگاه بزرگ و افراد فعال، صنعتگر و چندین شرکت دانشمندان مهم در حوزه‌های مختلف، به خصوص در حوزه هم الکترونیک هم در حوزه بخش سلامت، جایگاه بالاتری باید داشته باشه و ما نرخ بیکاریمون رو انتظار داریم توی سال‌های آینده کمتر بشه. نرخ باسواد در این منطقه حدود 90%، تولید ناخالص کشور حدود 58% و با در صورت که نسبت به جمعیت ما شما جدول نرخ بفرمایید از آن خدمت شما. همچنین نرخ سپرده هایی که استفاده میکنن فعالان اقتصادی نسبت تحصیلات که استفاده میکنن نسبت به سپرده ها حدود 55%، در صورتی که متوسط کشور حدود 80%، و این راضی کننده نیست به دلیل اینکه نسبت به متوسط کشوری حدود 30% کمتره و این تحصیلاتی هم که استفاده میشه 55% به دلیل شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی که در این منطقه وجود داره، ظاهرا قطعا اینطوریه که اکثریت این تحصیلات رو شرکت های بزرگی خصوصی استفاده میکنن و سهم بخش خصوصی از تحصیلات بسیار پایین تر. بخش صنعت از ارزش افزوده استان حدود 26%، سهم کشاورزی از ارزش افزوده استان حدود 8%، سهم خدمات از ارزش افزوده استان 80%، ببخشید 65%. ما در اصفهان 60% فولاد کشور رو تولید و تامین می‌کنیم و مقام اول رو داریم. در طلا جواهر ساختش به خصوص 50% ساخت طلا جواهرات در اصفهان صورت می‌گیره و باز رتبه اول رو داریم. در نساجی با 35% تولید باز مقام اول رو داریم. در تولید سیمان با 12% مقام اول رو داریم. سنگ با تولید 50% باز مقام اول رو داریم. فرش دستگاه با حدود 20% مقام دوم را داریم. فرش ماشینی با 65% مقام اول رو داریم. در تولید به خصوص تولید داروهای گیاهی و همچنین داروهای شیمیایی با 12% ما مقام سوم رو داریم. تا قبل از انقلاب که تمام صنایع داروسازی تقریبا در تهران مستقر بودن، ما بعد از انقلاب با چندین واحد جدید الان حدود 12% تولید داروی کشور رو داریم و نظام خدمت شما مقام سوم رو در این زمین ما کسب کردیم. شاخص کسب و کار ما در اصفهان 6.1، در صورتی که شاخص کسب و کار در کل کشور 5.9. هرچه این شاخص کمتر باشه نشون دهنده اینه که سرمایه ها بیشتر جذب منطقه میشه، سرمایه گذاری بیشتر صورت میگیره و فعالان اقتصادی از سرمایه گذاری در این منطقه راضی تر هستن. ما بالا پایین تر از این شاخص هستیم، یعنی راضی کننده نیست. ما معتقد هستیم زمینه های
خوبی در استان اصفهان، امکانات خوبی در استان اصفهان هست، هم در زمینه گردشگری و هم در زمینه فناوری‌های جدید. از بین 5,000 تا 4,000 شرکت دانش بنیان، 500 شرکت دانش بنیان، حدود 12% از شرکت‌های دانش بنیان متعلق به اصفهان، و با وجود دانشگاه‌های بزرگی از دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه پزشکی دانشگاه اصفهان، ما جایگاه بالاتری برای اصفهان اصفهان اقتصاد اصفهان قائل هستیم. به طور خلاصه بگم ما در زمینه صادرات اصفهان توی همین 9 ماه حدود 1.6 میلیارد دلار صادرات داشتیم که در مقایسه وارداتی که اصفهان داشته حدود 300 میلیون دلار، 5 برابر صادرات نسبت واردات داشتیم، و این صادرات هم عمدتاً فرآورده‌های غیر نفتی است. روی اقتصاد اصفهان فقط 10% تولید ناخالص اصفهان متعلق به فرآورده‌های نفتی است و 90% تولیدات غیر نفتی است. ما علاوه بر اینها در زمینه کشاورزی هم در خود کشاورزی بیست باغداری و صنایع وابسته مانند شیلات، دامپروری، تولید نوع شیر بین مقام اول و سوم رو داریم. مثلا در زمینه مرغ مقام دوم رو داریم، شیر اول رو داریم، در تولید عسل مقام سوم رو داریم، در سیب درختی و زمینی مقام سوم رو داریم، در محصولات گلخانه‌ای مقام اول رو داریم، و نهایتاً خدمت شما خلاصه کنم اصفهان قابلیت رو داره که همچنان به عنوان مرکز ایران، مرکز فناوری و مرکز تولید محصولات غیر نفتی میتواند پیشتاز بشه، همونطور که آقای مهندس کشاورزی ریاست محترم اتحاد اصفهان فرمودن. امروز فعالان اقتصادی ما گریبانگیر بی‌ثباتی در زمینه مواد اولیه، قیمت محصولات، کمبود نقدینگی و از همه مهمتر دیوان سالاری و بروکراسی بسیار شدیدی هستیم که این باعث میشه که فعالان اقتصادی آزرده بشن و ممکنه که سرمایه های خودشون رو همونجور که ثابت شده در گذشته ها از اصفهان سوق بدن و در خارج از استان اقدام به سرمایه گذاری کنن. البته توی 1-2 سال گذشته وضعیت ما بهتر شده و انتظار داریم که انشاءالله بهتر از گذشته بشه. از اینکه مصادره اوقات شما عزیزان شدم پوزش میطلبم و برای یک بار یکی عزیزان آرزوی موفقیت دارم. سال نو رو هم جلو جلو به اضافه عید نوروز به شما عزیزان تبریک کردم. خیلی خیلی ممنون که در عرض بنده توجه کردید. خب خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر اخوان فرید. خب دوستان، ما در این قسمت دیگه هستیم در خدمت آقای دکتر هاشم پسران. آقای دکتر، اگر که صدای بنده رو دارید ما در خدمت شما هستیم. من صداتون رو میشنوام، صدای من میاد؟ آقای دکتر هاشم پسران، صدای بنده رو دارید شما؟ بله بله. سلام جناب دکتر. سلام، سلام از بنده. من صدای شما رو ندارم البته، ولی چرا صداتونم هست؟ صداتم هست. بله خوب هستیم، ما در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون. میخواستم ببینم اون نمودارهایی که گذاشتم میشه نشون بدید یا من باز خودم نشون بدم؟ خواهش میکنم. اون روز که با هم چک کردیم شما اینا رو الان شیر کردید آقای دکتر؟ بله، من الان براتون پخششون میکنم. این هستش نمودارها. بله بله، فقط یه مقدار نموداره، بیشتر صحبت میکنم. خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم. من حالا تصویر خودم رو میبندم آقای دکتر که تصویر جنابالی باشه با حال نمودارهایی که آماده فرمودید. باشه. اگر آماده هستید من شروع کنم. بله بله، خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
اولا میخواستم از دعوت اتاق بازرگان اصفهان بسیار تشکر کنم که این فرصت رو فراهم آوردن که من از این راه دور بتونم نتیجه تحقیقاتی رو که در مورد اقتصاد ایران و کشور اون انجام دادم با شما در میون بگذارم و از نظرات و سوالات شما برخوردار بشم. چون دیدم خیلی سوال شده و سوال خیلی مهمی بوده، من بیشتر بحث کلی خودم رو به اختصار به صورت اختصاری به صورت خلاصه توضیح میدم و بعد برمیگردم بیشتر به سوالای عمده‌ای که شده مطرح شده اونا رو مورد بحث قرار میدم و اگر سوالای جدیدی در این زمینه بود با هم صحبت خواهیم کرد. ولی من فکر میکنم برای که آدم در هر از جنبه علمی به مسئله اقتصادی ایران عمل کنه، برای هر یه ارزیابی معقول برای یه شرایط اقتصادی بایستی همیشه اقتصاد رو عملکردش رو به یک اقتصاد بالقوه، یعنی باید ببینیم بالقوه اقتصاد ایران چی میتونست انجام بده و در واقع چه شده است. چرا که هر نوع ارزیابی یه احتیاج به یک مرجع داره. قدرت بالقوه اقتصاد در نهایت منوط به منابع انسانی و فیزیکی و روابط تجاری بین‌المللی اون کشوره. همونطور که میدونیم ایران از منابع سرشار طبیعی بسیار خوبی برخورداره. از نظر منابع گازی در دنیا اول هست، از نظر منابع نفتی در مقام چهارم در دنیا. ایران هم جمعیت جوانی داره که 60% جمعیت ایران زیر سن 30 ساله هستن، 15% کل جمعیت درجه تحصیلات دانشگاهی به شکلی دارن. از نظر منابع طبیعی ایران یکی از گفته شده الان راجع به اصفهان از مراکز جهانگردی هست که از دنیا عقب نیست از نظر مراکز جهانگردی. البته در عمل این نتونسته از اون قوه جهانگردی خودش استفاده کنه. مثلا میدونید که ایران صاحب 22 مکان میراث فرهنگی یونسکو هست. اگر اینو مقایسه بکنید با ترکیه 17 مکان داره، در یونان 18 مکان و در مصر کمتر. ولی با این اوصاف اگر نگاه بکنید جهانگردی ایران رو با ترکیه یا مصر و یونان که به نظر من قابل قیاس هست، از نقطه نظر ما خیلی جای گسترش و توسعه هست در این زمینه. با توجه به این اعمال من میتونم با اطمینان بگم از دکتر و کارهای دیگری هم که انجام شده در زمین اقتصادی ایران که بالقوه رشد اقتصادی ایران اگر بیشتر از رشد متوسط اقتصاد جهان نباشه کمتر نیست. یعنی باید اینجوری نگاه کنیم که اقتصاد ایران شاید میتونست در عرض 40 سال گذشته که مورد بحث ما هست این حدود 4% اقلا رشد میکرد لااقل، برای که اگر نگاه بکنیم میبینیم و ارقام چند دقیقه دیگه اقتصاد جهان با تمام مسائلی که کشور مختلف داشتن با تونسته 4% رشد بکنه. اگر ما به کشور آسیای میانه بریم، حتی چین هم جدا کنیم از این که رشد خیلی بالایی داشته، بازم میبینیم این رشد حدود 5% خواهد بود. اگر به ترکیه نگاه بکنیم، کشور همجوارون که تورم زیادی هم داشته در دوران 40 سال گذشته، بازم متوسط رشد ترکیه همین حدود 4% است. خب حالا من برای که دلیل که اینو گفتم اینه که من میخوام یه نگاهی بکنم بری کلی در این مدت که ببینیم واقعا چه مسائل ایران ساختاریه، چه مسائلش مربوط به تحریمه و چه قسمتی از مسائل مربوط به شرایط جدید کرونا هست و بعد از اون نتیجه‌گیری بکنیم که حالا که جلو میریم با توجه به پیشبینی که میشه کرد. میدونیم دنیا ما نامطمئنه، پیشبینی نامطمئنه، ولی به هر حال بایستی تمام این عوامل رو در نظر بگیریم ببینیم واقعا به کجا داره ایران حرکت میکنه از نظر اقتصادی و از نظر سیاست منطقه‌ای که اینا از هم همچون خواهم گفت جدا نیستن. خب حالا اگر اجازه بدید من صفحه اولو برم، مثلا اگه بتونم اینو جلو ببرم بذارید نکنیم. مسئله ایران از بعد انقلاب و جنگ ایران عراق رو این مسئله تحریم بوده. این مسئله تحریم در ایران
فرق میکنه با تحریمایی که در کشورهای دیگه شده، مثلا آفریقای جنوبی یا در کوبا یا کشورهای دیگری که در کوتاه مدت تحریم شدن. تحریم 40 سال ما تحریم داشتیم، ولی بایستی توجه کرد که تحریمی که صحبت میشه اولا دامنش فرق میکنه در زمانهای مختلف، نوع تحریم فرق میکنه و طرز اجرای تحریم فرق کرده. من تونستم با همکاری چند نفر از دانشجوام یک معیاری تعریف بکنم که بهش میگیم در واقع حاد بودن تحریم، یه شاخص حاد بودن تحریم. مثلا میبینیم این نمودار، متاسفانه به فارسی نمیتونستم این را بنویسم، ولی که اگه نگاه بکنید ما از اول انقلاب که سفارت آمریکا اشغال شد و تحریم عمده‌ای اونجا واقعا شدیداً گرفتیم، اون آمار نشون میده که حالا من نمیخوام وارد جزئیات بشم چه جوری این شاخص ما حساب کردیم. فرض به من اطمینان بگیم که شاخص دقیقاً شاخص خوبی هست، ببینیم که در اونجا حد اکثر تحریم روی ایران بود در اوایل انقلاب، که بعد خب اون مسئله هست شد به واسطه اون قرارداد الجزایر قبل از که ریگان رئیس جمهور بشه، و بعد این تحریمی ما زیاد واقعا نداشتیم. اون اگه نگاه بکنید اون خط قرمز یعنی یک، یعنی متوسط، موقعی که این نمودار آبی زیر خطه یعنی تحریم عمده‌ای ما نداشتیم. تا زمانی که خب مثلا دوران آقای رفسنجانی که بعد من بهش صحبت میکنم، واقعا ایران تحریم تحت تحریم چنینی نبود. تحریم بود، بیشتر تحریم جنبه‌های اسلحه و غیره بود، نه در تجارت یا در نظام بانکداری، نمیگم نبود ولی مقدارش نسبتا کم بود. ولی که دلایلی که ایران شروع شد تحریم شدن این بود که در واقع آمریکا موقعی که عراق رفت دفعه اول، نه دفعه دوم، پدر بوش به عراق رفت واسه که همجور که میدونی صدام کویت رو اشغال کرده بود، چون صدام رو بر نداشتن ولی صدام رو خیلی ضعیف کردن، به نظر من تاکتیکی تصمیم گرفتن که ایران رو ضعیف بکنن و از اون به بعد تحریما واقعا آغاز شد. اگه نگاه بکنید آما اینجا شاد نمیبینید همه سالا رو، ولی جنگ عراق 1990 ولی مسیحی، و در واقع تحریما واقعا از 1997 شروع شد و بعد دوره کلینتون زیاد شد. بعد همچون که میبینیم تحریما در یه سطحی همچون باقی بود، بالا پایین میرفت، ولی یه دفعه خیلی شدت بالا کرد. این در زمانی که بعد از دفعه دوم که عراق رو حمله کردن و دیدن که ایران هنوز سر جای خودش باقی است، و بعد تحریما رو شروع کردن و حالا دلایلش نمیخوام وارد بشم، ولی میبینیم که عمدتاً تحریم ها به حد اکثر رسید قبل از اینکه برجام شروع بشه. موقعی که برجام انجام گرفت این پایین اومدن، این برجام دقیقاً، برجام که درست شد تحریما واقعا داشت میافتاد و همچون که میبینیم چرخش اقتصادی ایران هم شروع شد. ولی بعد موقعی که آقای ترامپ اومد حدود 3 سال پیش که خودسرانه و یه طرفه از معاهده برجام بیرون اومد، در واقع تحریما واقعا شروع شد در سطح خیلی بالای عمل کردن، و حالا میبینیم که الان چون ترامپ رفته یواش یواش تحریما داره کاهش پیدا میکنه، ولی هنوز ما واقعا اثرات اونا رو درست نمیبینیم. حالا چرا من اینو نشون میدم؟ من میخوام اینو در ذهنتون باشه، بعدا این رو استفاده میکنم موقعی نگاه میکنم به عملکرد اقتصاد ایران، که ببینیم واقعا چقدر این تحریم ها مهم بودن، و پس تجربه بتونیم بگیریم که اگر اینا تحریم ها برداشت بشه اقتصاد ایران چه نوع گشایشی پیدا خواهد کرد. اگر من به بخش دوم این برم میتونم دارم نه اگر بله. خب این خب اثر تحریم خیلی ساده، اولش روی صادرات، خب میبینیم صادرات نفت میفته، اگه ممکنه بریم جلو این مهم نیست، این رو میدونیم. بعد میبینیم این زیاد روشن نیست این تو این گراف، ولی چرا روشن نیست؟ برای که این در واقع اثر تحریم رو همچون که یکی از ارائه دهنده های قبلی من گفتن از طریقه نرخ ارزه، و این نرخ ارز هم برای همه مهمه. سوال مهمی که از من همه میکنن یا نرخ ارز در ایران چی میشه؟ خب برای که اونو بدونیم ببینیم چه جوری تحریم رو نرخ ارز اثر میکنه. این دو نموداری هست، یکیش متاسفانه درست دوده نمیشه تو این
جایی که الان مطرح شده، ولی یکیش اون که زیر در واقع نرخ ارز رسمی دولته و البته بعضی اوقات چند نرخی هست، الان من وارد زیاد وارد نمیشم، فقط دو نرخ هست، خیلی نرخ هست، بعضی موقع دو نرخ ها خیلی شبیه هست، و اون که خیلی بالا رفته اون نرخ ارز بازار آزاد بهش بگیم یا نرخ ارز بازار. ولی این برای که اینو خود درست ببینید چه زیان نشون نمیده، ما بایستی این مهم اینه که چون اقتصاد به صورت مطلق کار نمیکنه، اقتصاد به صورت نسبی کار میکنه، یعنی نسبت نرخ ارزا مهمه، نه در واقع اون اختلافشون، اختلاف واقعیشون. خب برای که ما بیام در اقتصاد نسبت ها رو ببینیم، ما اینا رو به صورت نمودار اسکیل لوگاریتمیکی نشون میدیم. در این اسکیل لوگاریتمیکی میبینید که این در واقع اون نرخ ارز بازار آزاد شروع میکنه یواش یواش بالا رفتن و نرخ دولت تغییری نمیده. مثلا اگر از 1358 تا 1368 نگاه بکنیم، ببینیم نرخ ارز دولت با اینکه یک کمی بالا رفته نسبی، ولی واقعا تغییری نکرده. ولی هست که میبینیم اولین جهش بعد از آقای رفسنجانی، موقعی که سیاست های بعد از جنگ سازندگی شروع کردن، چون زیادی در عمل واقعا این حجم سیاست در حدی بود که اقتصاد نمیتونست به چرخ خودش به چرخونه و درآمدهای ارزی کفاف نمیداد، این خود به خود بعد یعنی یواش یواش هم میبینیم نرخ ارز بازار آزاد داشت بالا میرفت، این جهش کرد. پس میبینیم که یک اولین مسئله تورم ایران از این اولین جهش ارزی بود که دوره آقای رفسنجانی، این اصلا ربطی به تحریم نداشت. خب میبینیم پس میتونه ایران مسئله ارزی داشته باشه و مسئله در واقع تورم داشته باشه اگرم تحریم حل شده باشه. پس نمیتونیم بگیم که تحریم تعیین کننده این مسائل قبلی ایران بوده. حالا برگردیم به دومی، این دوره آقای خاتمی. این میبینیم که بازم 10 سال حقیقا طول میکشه، این خیلی جالبه، این 10 سال حدودا، حالا من یه صفحه دیگه نشون میدم. بعد میبینیم که بازم دولت اومد ارز رو تثبیت کرد، فکر کردن با توجه اینکه ارز رو تثبیت بکنن تورم رو کنترل میکنن، ولی خب بازار آزاد نگاه میکنه به در واقع مسائل دیگه، قوه اقتصادی، آیا صادرات نفت چیه، قیمت نفت چیه، از هزار عوامل تعیین کننده قیمت بازار آزاد میشه که داشت بالا میرفت، یه دفعه میبینه یه جهش دیگه شروع میشه. البته این جهش ممکنه این باشه که مثلا فرض کنید یه جنگی میشه، یه مسئله پیش میاد بین ایران و آمریکا و جای دیگه، اونها مثل من میگم مثل برفی که بالای کوه هست و یه دفعه یه صدا میاد و این برف ریزش میکنه، ولی صدا یعنی عامل اصلی ریزش نیست، عامل اصلی ریزش انباشته شدنه، یعنی انباشته شدن نیروهایی که دولت نمیتونه کنترل بکنه و بعد به حدی میرسه که نمیتونه کنترل کنه و از دست میره و این بعد جهش پیدا میکنه. ولی یاد متوجه کنید این جهت نسبی تو لاگ اسکیل دوره آقای رفسنجانی خیلی اثرش بیشتر بوده تا جهش دوره آقای خاتمی. بعد میرسیم به سومی، این آقای احمدی نژاد هست، درست شد که اون برمیگرده به مسائل تحریم و مسائل نیوکلیر و غیره و غیره، و بعد این آخری آقای روحانی هست، این چهارمی. پس میبینیم که و اینم برمون به تحریم میشه که آقای ترامپ از در واقع از برجام اومد بیرون. خب حالا اگه بریم نمودار بعدی، این یه مقداری بیشتر خلاصه بندی شده. پس میبینیم که اگر نگاه بکنیم، میبینیم که در واقع اولین جهش ارز مربوط میشد به آقای رفسنجانی که حدود 6 برابر شد، اگر من اینجوری که حساب کردم. بعد دوره آقای خاتمی 4.7 برابر کمتر بود، ولی بازم جهش خیلی عمده‌ای هست در یه مدت کوتاهی. دوره آقای همنجاد 3.7 برابر و دوره آقای روحانی 3.4 برابر. مثل که هیچ رئیس جمهوری تا حالا نتونسته از این جهش ارز در واقع خودش رو بری کنه که مایه تاسف. حالا نتیجه این جهش های ارزی چی بوده؟ اگه ما بریم نمودار بعدی، میبینیم که در واقع یه ارتباطی داشته با این شاخص در واقع به تحریم. ولی اگر نگاه بکنیم ببینیم که جهش های قبلی اینا غیر از مثلا اول انقلاب، این جهش که نگاه بکنیم تحریم اتفاق نیفتاده بود اینجا. ولی اگر ببینیم
دوره آقای احمد نژاد و دوره آقای روحانی نگاه بکنیم، 100% تحریم عامل مهمی بوده برای کاهش نرخ ارز ایران و جهشی که اتفاق افتاده، هیچ شکی درش نیست. حالا اگر بریم نمودار بعد، اگر این نمودار نگاه بکنیم میبینیم چجوری حالا تغییرات نرخ ارز با تورم خودشو تطبیق میده. حالا نرخ ارز اینجا من نرخ آزاد بازار آزاد میگیرم، البته میشه آدم بیایه که حد متوسطی بین نرخ ارز بازار آزاد و بازار و نرخ ارز دولتی بگیره و یه دلایلی هست که اون بشه، ولی اینجوری که من محاسبه کردم نرخ بازار آزاد خیلی مهمتر تعیین کننده تورم ایران هست تا نرخ رسمی. چرا؟ برای که نرخ رسمی بیشتر برای کالاهای خاصی انجام میگیره که اونا در واقع دارن سبسیدی دارن میدن و این در واقع خودش در تجلی نمیکنه در کل اقتصاد. میشد قیمت اون رو آزاد بزنن و دولت به کسانی که اون کالا رو میخرن سبسید مستقیم بده، فرقی نمیکرد در نهایت. ولی خب ارز دوگانه مسائل خودشو داره، پس بنابراین من همیشه مخالف بودم که ارز دوگانه داشته باشه. من میگم اگه میخواین یه گروهای رو قشرهایی راست که بایستی حتما پوشش اقتصادی داشته باشن، باید به طور مستقیم به طور واضح و شفاف به اونها کمک کرد، نه از طریق غیر مستقیم. چرا؟ برای که این اختلاف ارزی که بین نرخ‌های چندگانه ایجاد میشه ایجاد رانت میکنه. یکی از سوال کننده ها این سوال کرده بودن و این رانتی که ایجاد میشه خود به خود مسائل اجتماعی و سیاسی ایجاد میکنه، برای که اطمینان مردم رو نسبت به سیاست‌های دولت کاهش میده، میبینن که یک دهی میدارن از این نرخ‌های ارزهای بهتر یا وام‌های بهتر، یعنی که بهره پایین‌تر دارن یا شرایط بهتری دارن استفاده میکنن در و از اون برای بازارهای پولی و غیره خرید و فروش میکنن و منافع عمده‌ای به دستشون میاد، درسته که دیگرون که دسترسی ندارن به این رانت ها در اونجا عقب میفتن و این خودش ایجاد عدم اطمینان و بدبینی به دولت و به اجتماع و مسائل و سیاست اقتصادی میکنه. بنابراین این مسائل هم باید در نظر گرفت. اینجا پس من ببینید که بازم این نموداره زیاد اینجا متاسفانه من خوب نمیدونم، توی کامپیوتر خودم خیلی قشنگ روشن بود، حالا شاید اونجا برای شما روشن باشه. این میبینید که باز هم این جهش های ارزی تعیین کننده تورم هستن. حالا برای که این شاید روشن تر بشه بریم نمودار بعدی اگه بشه. حالا من اومدم اینجا چه کار کردم؟ خیلی ساده اومدم دو تا نمودار کشیدم، یکی نرخ ارز بازار آزاد، اصلا بازار رسمی رو کنار گذاشتم، و یکی نرخ تورمه که بانک مرکزی و الان سازمان آمار میده بیرون، دقیقا آمار اونجا هست، هر کسی میتونه نمودار رو برای خودش بکشه، خیلی ساده. ولی کاری که کردم لوگاریتمی گرفتم، همونجوری که عرض کردم باید نسبی نگاه کنیم، در واقع این اسکیلش لاگه لوگاریتمیکه. حالا یه جور دیگه باید نگاه کنید، چون این دوها با هم قیاس نمیتونید بکنید، یکی عرض یکی شاخص مبدأ درست نداره، برای که ما اون مسئله رو حل بکنیم میام در واقع دو تا قیاس داریم، یک قیاس دست چپ که مربوط میشه به قیمت و یک قیاس دست راست که مربوط میشه به عرض. پس اومدم یه جوری اینا رو نمودارا رو کشتم که رو هم بیفتن که در واقع نشون بده چه جوری تغییرات نرخ ارز و تغییرات تورم با هم دارن همگام پیش میرن. حالا موقعی که از من سوال میکنن که نرخ ارز چی میشه، همین سوالی هم که شده، باید نگاه بکنیم تورم چی میشه. خب بعد اگه بخوام بگیم تورم چی میشه، باید ببینیم نرخ ارز چی میشه. بنابراین مسئله مثل مرغ و تخم مرغ، نمیشه فهمید در واقع به کجا خواهیم رفت. برای که بفهمیم باید ببینیم سیاست‌های دولت و امکانات اقتصاد کشور که بتونه تورم رو کنترل بکنه چقدر هست، پیش بینی بکنیم که آیا تورم در آینده کاهش پیدا می‌کنه و این کاهش تداوم خواهد داشت یا کاهش کوتاه مدته، و از نقطه نظر دیگرم برای که اون پیش بینی رو بکنیم باید ببینیم که آیا سیاست‌های تجاری و سیاست بین‌المللی دولت در ارتباط با تحریم به کجا خواهد رسید، که آیا میشه قیمت ارز رو در یه حدوده‌ای
محدودی نوسان داشته باشه، نه که کنترل بکنه، در یه حدودی نوسان داشته باشه. پس به عنوان یه عام از من بپرسید، من نمیتونم جواب صحیحی به این مسئله بدم. چرا؟ برای اینکه جواب این سوالا رو که دولت چه سیاستی در زمینه پولی و مالی در داخل کشور انجام بده و سیاست دولت در زمینه سیاست خارجی در ارتباط با تحریم و سیاست به کلی به طور سیاست تجارت خارجی کشور چی هست، اینا همه دو تا همه این و سیاست ها که واقعا اساسی هست تعیین کننده نرخ ارز و تورم در ایران هستن. حالا بریم صفحه بعد برای که ثابت بکنم بهتون که این حرف درسته. حالا بیا یه کار دیگه کنیم. همه به من که صحبت میکنن میگن آقا قیمت ها خیلی داره بالا میره، ولی بهشون میگم که خب اگه نگاه بکنید ارزم خیلی افتاده. خب اگر ارز بیفته مردم کالای خارج وارد میکنن یا صادر کننده تاجر داخلی صادر میکنه، بایستی این تعادل باشه بین قیمت ها و نرخ ارز. خب اگه نگاه بکنیم ببینیم که اگه ما بیام حالا تورم رو به صورت هر دهه‌ای در اقتصاد ایران حساب بکنیم، به کلش هم حساب بکنیم، حالا بعدم نرخ ارز هم حساب بکنیم ببینیم درصد چقدر تغییر کرده. خب حالا بیان دوره اول، دوره دهه، حالا بیشتر از یه دهه است، از اول انقلاب تا قبل از اینکه اولین جهش ارز شروع شد، دوره آقای رفسنجانی، اونجا تورم 18.8% بوده متوسط. حالا نرخ ارز در این مدت چقدر تغییر کرده به در سال؟ 17.5%. پس فرق عمده ای نکرده، ولی ارز بازار رسمی اصلا منفی بوده. یعنی در اون زمان دولت اون زمان اومده نرخ بازار رسمی رو تقویت داده یکمی. آخه این کار شد از نظر علمی؟ خب ما پس همین جهش داشتیم دیگه. برای که نمیتونید شما بازار رسمی رو کنترل کنید در صدی که تورم 18.8% بالا میره، مگر که همه دنیای خارج از ما 18% تورم داشتن. اگر مثلا در اروپا و آمریکا و کشورهای دیگه که ما ازشون تجارت میکنیم تورمشون 18% بود مهم نبود. متاسفانه تورم اونا در این زمان هی داشته میافتاده، بالا بود اولش هی داشته میافتاده. مثلا در تمام این چند سال نگاه بکنیم، در کل سال تورم در آمریکا 2.5% بوده. حالا اگه بیام در کل ایران نگاه بکنیم می‌بینیم 18% بوده. حالا بعد دوره بعد نگاه کنیم، دوره بعد از جهش اول، و اینا رو مربوط دادم به اون جهش‌های ارزی، از 68 به 37 نگاه کنیم 20% 20%، مثل معادله است. بعد دوره بعد که نگاه کنیم می‌بینیم که این دوره در واقع تورم 15% پایین اومده بود، ولی نرخ ارز فقط بالا نرفته بود، تعادل نداشت. چی شد؟ دوره بعد تورم زیاد بالا نرفت، 10% ولی نرخ ارز 25% بالا رفت. این کمبودی که نرخ ارز بالا رفته بود رو دوران بعد جبران کرد. حالا برمیگردیم به دوران اخیر که تورم بالایش گفته شد 29% تورم متوسط بوده، به 50% هم رسید، همونجوری که میدونید شاید 60% هم یه ماه رسید در دو سال گذشته، و در این زمان ارز 36% اینا سالانه هستا، به طور سال بالا رفته. حالا اگر بیام کل دوران نگاه بکنیم ببینیم دقیقا میزان افزایش تورم در حدود 40 سال 18.2% بوده، ارزم 17.5% بالا رفته. حالا میگید که خب پس اگر اینطوره باید پس ارز الان بالا بره؟ نه، برای که ما باید این 18% که ما نگاه کردیم بایستی از 2% تورم جهان کم بکنیم، یا مثلا 2.5% جهان کم بکنیم. اگر 2% کم بکنیم، این 18.2% میشه 16.2%، یا بگیریم 17%، دقیقا میخوره با ارزی که داشتیم. پس من میتونم بگم به طور کلی نرخ ارزی که وجود داره در بازار آزاد مثلا 25,000 تومان حدودا امروز، بالا پایین مثلا 300-400 تومان این بر و بر، میخوره با تورمی که ایران داشته. حالا پس این 25,000 تومان ممکنه افزایش پیدا کنه متاسفانه، اگر این روند تورم پیدا کنه، اگر گشایشی در تحریم و بحثایی که الان مذاکرات انجام نگیره. یعنی اینقدر ارز بالا نرفته اگر تورم ما در نظر بگیریم. حالا اگه بیام کالاهای ایران رو نگاه کنیم، ما اتومبیل نگاه کنیم قیمتش رو، یا خونه رو نگاه کنید، یا کرایه خونه رو نگاه کنید،
در از 40 سال بهش نگاه بکنی، البته همه‌شون متناسب با هم بالا نرفتن، ولی در مجموع این تصویر نشون میده که نرخ ارز افزایشش مربوط به آقای ترامپ نیست فقط. اونا جهش پیدا میکنه، بعد چون ما نمیتونیم تورم کنترل بکنیم، تورم ادامه پیدا میکنه، این نرخ ارز تثبیت میشه در واقع. ولی اگر ما میتونیم تورم کنترل بکنیم، اگه یه جهشی شد در ارز، خب ارز خودشو برمیگردونه، خودش به تبدیل میده به تورم. اگه برگردیم به صفحه بعد، حالا سوال پیش میاد، از من سوال میکنن، میگم خب تورم در ایران مزمنه، چطور میشه از بینش برد؟ در ایران 40 سال هر سال ما تورم داشتیم. خب بعد از آقای روحانی که اومدن تونستن خوشبختانه تورم مثلا 10% یه خورده بکنن، ولی بازم بالا رفت واسه دلایلی که صحبت شد. ولی من اگه به تاریخ دنیا نگاه بکنیم، میبینیم که مثلا کشورهایی بودن که تورم بالا داشتن، ترکیه همجوار ما ترکیه در دوران 1988، من چون اینو با خارج مقایسه میکنم به انگلیسی میگم، با 2006 تورم ترکیه 58%. اونا که همه مسافر به ترکیه یادشون شده، ولی در عرض چند سال گذشته تو اخیراً تورمش خب هنوز بالا است، ولی زیر 8%، حدود 8%. مکزیک نگاه کنید، 20%، 4%، تونسته بیاره پایین. کانادا تغییری نکرده. اینا چرا کانادا رو گفتم کشور نفتیه؟ میگن آقا چون ایران نفت داره تورمش بالا است. میگم نه، کانادا رو نگاه کنید، نروژ رو نگاه کنید، نروژ رو نگاه کنید، تورمش پایین اومده، حالا درصدی نه، 2% فعلا، همون تورم کشورهای اروپایی. مصر هم نگاه بکنیم ببینیم خب تورمش نتونسته پایین بیاره به واسه مسائل، ولی بازم حدود 10%، نصف تورم ایران است. پس ایران مسئله تورم رو در نهایت باید حل بکنه. البته بعدا خواهم گفت که الان، ولی الان موقعش نیست واسه کووید، حالا به اون برمیگرم، واسه کرونا. پس بریم جلو که ما بزرگتر به اون پیشبینی هایی که از من میخوان برسیم. حالا اینجا چیه؟ حالا ببینیم اثر این نوسانات ارز، اثر اینکه ایران ریالش اینقدر ضعیف شده و به صورت ادواری بوده، یعنی 4 دوره هر کدومش حدود 10 سال طول کشید، در واقع چه اثر روی واقعیات اقتصاد گذاشته. بیشتر ما در اقتصاد بگیم خب تورم باشه، ارز تغییر بکنه، اگر وضع مردم خوب باشه و تولیدات افزایش بکنه چه ایبی داره؟ بعضی موقع میگن تورم کم بد نیست، مثل اینکه شما روغن بنزین ماشینه که اینو به کار میندازه، ولی تورم کم یعنی 2%، 1%، نه تورمی که متوسطش 20%، بعضی موقع به 40% میرسه، حالا بعضی موقع افتاده به 10%. پس هم تلاطم تورم داشتیم که میبینید این نمودار بالا نرخ تورمه، میبینید چه تلاطمی داشتیم، میبینید به 60% هم رسید اینجا، ولی فقط حالا نبود، دوره آقای رفسنجانی هم به 60% رسید، خب دوره کوتاه‌تر هم داشتیم. پس این تورمه. من تمام این دوران تونستم با کمک خیلی همکاران رو همش آماده بشه، اینا همش آمار رسمی. حالا بعد برگردیم به تولید نگاه کنیم، میبینید که تولید کشور بیشتر نزدیکای صفر داره حرکت میکنه، این عدد صفره و نوسانات شدیدی هم داره. این مسئله اساسی اقتصاد ایران تورم است و ارز فقط به واسطه اینکه تولید رو داره لطمه میزنه. اگر ما نگاه بکنیم، ایران تولیداتش از نظر کلی در سطح پایین تره و تلاطماتش از در سطح بالاتره. حالا بریم نمودار بعد. این من اینجا چی نارم نشون میدم؟ من اومدم گفتم خب یادم باشه اول جلسه گفتم باید ما یه مرجع داشته باشیم. خب اگر همه دنیا تولیدشون تلاطم داشت و بالا پایین بود، خب حرفی نمیتونه سادم بزنه، میگه خب دنیا همشون در این مسائل دارن، کاری نمیشه کرد. ولی اینطور نبوده. اون نموداری که رنگ یه کمی قرمز بنا هست داشته باشه، یکیش قرمزی که آبی، اون که یه خورده قرمز رنگه، این رشد اقتصادی جهان. حالا چجوری ما حساب بکنیم؟ میام تمام کشورهای اقتصاد رشدشون رو میگیریم، اینا رو ضرب میکنیم در سهمشون در اقتصاد دنیا،
جمع‌بندی میکنین میشه یک حد متوسطی که همه دنیا از این استفاده میکنن. من مدل‌های اقتصادی نوشتم، بیشتریا از این مدل‌ها دارن استفاده میکنن، در صندوق امرای پول، در بانک جهانی، همچین مدل‌هایی که من خیلی پیچیده‌تره نوشته شده بر همین معیار که بر معیار در واقع رشد جهانه. چرا رشد جهان مهمه؟ برای که این دیگه این نیست که آقا در منطقمون این مسئله بوده یا مثلا چین خیلی مهم بوده یا مثلا اروپایی ها عقب افتادن، این جمع دنیا هست. حالا چرا این مهمه؟ برای که تمام تکنولوژی که در دنیا اتفاق میفته و تجارتی که در دنیا میشه دست به دست و هم میدن، کشورها رو با هم متصل میکنن، تکنولوژی از یک کشور به کشور دیگه میره، کالاهایی که از یک کشور به کشور دیگه میره، این یه هماهنگی ایجاد میشه و این رشد به ما در واقع نشون میده که دنیا به طور کلی چه قدرت اقتصادی داشته و بیشتر کشورها متناسب با این قدرت اقتصادی دنیا حرکت میکنن اگر اقتصادشون با دنیای خارج مرتبط بوده به معنای واقعی. البته ایران نبوده ها، ولی که اگر، خب اگر این نگاه بکنیم میبینیم که تلاطم‌های اقتصاد بوده در دنیا، حالا ببینیم کجا تلاطم بوده. یکی این 2008 این بهش میگیم رکود بزرگ که حدود اینجا من به تاریخش مثلا همونشم 1388 میشه 2008 و یکی هم کوویده. نگاه که این آمار جدیدی که هست این آخرین آماره، این کوویده که کووید اینجا در این سالانه نیست، این آمار مربوط به سه ماهه است ولی به نرخ سالانه 15% دنیا کاهش پیدا کرده در این در سه ماه اول 2020 که الان آمارش اومده بیرون. ببینید چقدر کاهش پیدا کرده ایران. لطفا نرید به اون هرگز تموم نکرد. اینجا نگاه بکنید این میبینید که ایران زیاد لطمه نخورده از کووید نسبت به جهان. حالا دلیلش هم اینه که برای که ایران اقتصادش به جهان مربوط اقدا نیست. مثلا اگر نظام اقتصادی دنیا مثلا بازارهای دنیا میفتن معمولا ایران اولا عکسش میشه. در ایران هم دیدم دوباره این اتفاق افتاد. این اولین بار بود نبود که این اتفاق افتاد، قبلا هم همینطور شده چون ایران با دنیا متصل نیست اونجوری در اقتصادش. همونجوری که میدونیم ارتباط داره ولی ارتباط به خصوص بازار پولی و ارزی و در بازار اوراق ارز دولتی دنیا نداره، اصلا اصلا ربطی نداره. حالا بعد ولی که با همه اوصاف تلاطم‌های دنیا اینقدر به اندازه تلاطم‌های ایران نیست. مهمتر از همه چیزی که اگر رشد اقتصادی دنیا رو نگاه بکنید در این 40 سال 4.3% بوده، اگر رشد اقتصادی ایران رو نگاه بکنید 2.2% حالا بعداً به این میرسم. پس می‌بینیم که عواقب تحریم و سیاست‌های داخلی که بیشتر نمیگم سیاست‌ها غلط بوده، بعضی سیاست‌ها مجبوراً غلط اجرا شده. چرا؟ برای که باید با تحریم می‌خواستن مقابله کنن. پس اثر تحریم یه اثر مستقیم داره یه اثر غیر مستقیم داره. اثر مستقیمش خب می‌بینیم صادرات نمیتونیم بکنیم، صادرات نفت میفته، بازار ارز تکون می‌خوره، اثرات مالی داره، اقتصاد کشور نمیتونه خودش رو دنیای خارج تطبیق بده. همینا درسته ولی یه اثر غیر مستقیم هم داره که این اثر غیر مستقیم در واقع اجازه نمیده ایران از تکنولوژی جدید اون اندازه که لازم استفاده کنه، خودش رو شریک بکنه با دنیا و تلاطم ارزی و تلاطم مثلا تورم و غیره خودش رو تجلی میده به تلاطم در تولیدات واقعی و این هست که لطمه عمده به اقتصاد کشور بزنه. حالا بریم به جلو. حالا اینجا فقط مسئله بانک ها هست که نمیخوام باشم مسئله بانکی ایجاد میشه. من دیگه بگذاریم از این، میخوام از این سوالی که از من کردید جواب بدم. اگر لطفا بگذاریم از این هم میتونیم جلو بریم. میبینیم که خب راجع به بیکاری جوان ها به خصوص شد. میبینید این روند که تولید نتونست خودش بکشونه خود به خود یواش یواش اثرش میکنه که روی بیکاری جوان ها بیشتر خوش تجلی میده که میبینیم این به طرف جهت بالا در حرکت. بعد برگردیم به بعدی لطفا اگر ممکنه. خب حالا این تحریم
و عواقبش که توضیح دادم. حالا میدونم سوال زیاده، فقط من خیلی به کلی صحبت کردم. حالا بیام به مسئله کرونا و کووید نگاه کنم. اینجا من اومدم چه کار کردم؟ اومدم اینه که همه هر روز میبینید، هر روز دولت ایران و همه دولت ها اعلان میکنن، ولی گفتم بد نیست آدم اینو از یک کمی یادآوری بشه. ایران متاسفانه به واسطه ارتباط تجاری که با چین داشت و چین این مسئله شروع شد و در قم همه میدونیم خیلی زودتر از همه کشورهای منطقه این کووید رو گریمار شد. من به خیلی اصلا تحقیقاتم رو تعبیر اگه برم رو کووید تحقیق کنم که چطور میشه، چندین مقاله در زمینه با همکارانم نوشتم و چیزی که روشنه ایران خب نسبتا به نظر من خوب عمل کرد، ولی که موقع که نوروز شد نتونستن واقعا اون کنترل لازم رو داشته باشن در نوروز سال گذشته، خب پیک اون در واقع موج اول انجام شد، بعد تا حدی تابستون کنترل شد ولی پایین نیامد، بعد دیگه موج دوم خیلی بالا رفت که مثلا همین مثلا نوامبر دسامبر که این اون چیزی که میبینید این مال ایرانه. بعد این خب داشت میافتاد که با یه خوشحالی من بود، ولی دیدم نه دوباره به حرف بالا در حرکت میکنه. متاسفانه دو مرتبه ما در حال این هستیم که موج شاید بگیم موج سوم یا موج چهارم، هر جور داشت اسمش بذاریم، بس که یکی موج بگیم یا نه بگیم، یه موج اینو ولش کنیم، این بگیم موج دوم، متاسفانه ممکنه موج سوم برسیم، مگر که بشه واکسیناسیون رو به صورت خیلی گسترده‌ای و سریع اجرا کرد. خب حالا که اونم مسائل خودشو داره، ولی اگه نگاه بکنیم با کشورهای دیگه، من اومدم کشورهای همجوار اینجا گذاشتم، مثلا عراق نگاه بکنید، خب عراق از ایران بدتر بود ولی الان خب داره خودش جلو بازم می‌بینید بهتر شد، ولی الان داره بالا میره. هند تنها کشوری که خودش تونسته فعلا نگه داره با یه جمعیت 1.3 میلیون، برای من یه معجزه است. چطور هند تونسته خودش رو نگه داره من نمیدونم، ولی به طور کلی کشور همجوار ما رو نگاه بکنید، در واقع ایران به واسطه هم جلوتر از اونا بوده، خوب عمل نکرده، ولی زیادم نمیشه ایراد گره با توجه به امکاناتی که ایران داشته و اینا. به نظر من میتونم بگم مثبت بوده کارشون از نظر من. البته همیشه آدم میتونه بگه بهتر میتونست باشه. حالا برای که نشون بدیم که اینو بریم نمودار بعد. این نمودار باور کنید این آبیه با ایرانه، ولی اینقدر ترکیه در عرض 3 ماه گذشته تعداد کووید بالا رفته که اصلا شما ایران میشه هیچ. ترکیه خیلی خوب عمل کرد، خیلی دیرتر از ایران. همه داشتن مثال میزنن، بعضی همکاره من مثال میزنن ببینن آقا ترکیه ها چقدر خوب عمل کردن، ایران نتونست خوب عمل بکنه، ولی الان نگاه بکنید میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن. نگاه کنید ترکیه خیلی وضعش بدتر از ایرانه. البته دارم هم جواب در یه حد هستیم الان، ولی که ترکیه نتونست کاری بکنه با اینکه اقتصادشون بهتر بوده. حالا برگردیم به کشورهای ایران و کشورهای صنعتی. اگر این مثل که اونجا یک نمودار دیگه بود، مثل که اونجا نداریم این خبتنه بریم، نه شاید نذاشتم من برگردیم جلو. من بخواستم نشون بدم که ایران نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا بازم خوب عمل کرده. یه ده میگن نه ایران، نه این عددا غلطه، ایران خوب عمل نکرده. این عددایی که ایران داره، تعداد کیسایی که میشمارن شاید 5 برابر ایران اون چی که اعلان میکنن باشه، شاید 10 برابر باشه، من قبول میکنم، ولی باور کنید این مسئله در آمریکا هم هست، این مسئله در اروپا هم هست، این مسئله در ترکیه هم هست. هیچ کشوری دقیقاً آمارشون به اون واقعیته که این کیسایی که یعنی موردهایی که اعلان میکنن نمیخوره، برای که اوایل مرض که نمیتونید بدونید که شما کی گرفته کی نگرفته. چطور میتونید چیزی که خود مریض نمیدونه گرفته این رو تعیین بکنید و دولت میتونه این در حساباش قرار بده؟ بعدم یه عده‌ای همونجوری که میدونید ممکنه مرض رو بگیرن و اصلا اثری نداشته باشن و جایی نرن. پس این درسته، ولی من نسبی نگاه بکنید این مهم نیست. حالا چرا نسبی مهمه؟ بازم برمیگردیم به اون در از نظر علمی باز قیاس رو معادل کرد. این نمودارا اون رو در واقع داره نشون میده.
این نمودار چی میگه؟ این اون نرخی هست که در واقع این مرض شیوع پیدا میکنه در هر کشوری. در واقع میگن حتما شرفتید راجبش میگن در R number یا reproduction number، یعنی اون درس، یعنی اگر یه نفر بگیره در از 14 رو چند نفر دیگر میتونه مبتلا کنه، اون مثلا حدود 3 نفر این حد اکثرشه. بعد میبینیم که ایران و همه مثل کشور دیگه افتاده، ولی یواش یواش میبینید که خب بازم برگردیم به ایران. ایران که آبی هست اینجا هست، متاسفانه داره باید بالا میره. اگر این عدد R مال ایران بالای 1 برسه، متاسفانه شروع میکنه گسترش شروع میکنه. پس یه خطری الان ایران داره در وارد میشه به نظر من. البته فقط ایران نیست، اگه کشورهای دیگر هم نگاه بکنید در همین جهت دارن حرکت میکنن. حالا برگردیم به بعد. این نمودار، حالا یادم رفت دنبال این بودم، اگه حالا ایران رو مقایسه بکنید با آمریکا و انگلستان، ببینید که ایران اصلا قابل قیاس نیست. اگه ایران هم 10 برابرم بکنید، باز هم میتونه بگه ایران تا اندازه مردمش خوب عمل کردن که تونستن سه سیستمی که دارن مثلا، خب انزه براشون اینقدر مهم نیست که دور هم جمع بشن که مثلا اونا که میرن توی در آمریکا میخوان برن در مراکز رستوران بزرگ یا در مراکزی که مشروب میخورن غیره، اونا بیشتر خطر براشون هست تو ایران که این مسائل خوشبختانه مطرح نیست. خب پس اگه بریم جلو، من نمیخوام دیگه وارد، خیلی نمودارهای زیاده است، بریم از این جلو که من بتونم به سوالا بپردازم. خب حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب چجوری دولت ایران و دولت مختلف با این مسئله مثلا مقابله کردن. خب همه دیگه میدونن که همه بخش‌ها از این کووید به طور مساوی لطمه نمی‌بینن. الان گفته شد بخش‌های خدمات، بخش‌های که در قسمت‌های خرده فروشی هستن یا تجارت که جهانگردی یا غیره، اینا همش می‌بینید بیشتر لطمه می‌خورن که این نمودار نشون میده. حالا برگردیم به بعد، نمودار بعد میخوام راجع به ایران هم باشه، اینم راجع به کشورهایی که واقعا خوب تونستن عمل بکنن که پوشش اقتصادی بدن. و اینم خیلی مهمه، برای که نمیتونید به مردمتون بگید شما سر کار نرید یا مواظب باشید یا کسب و کارتون کاهش پیدا بکنه و بهشون کمکی نشه. خب ایران متاسفانه اوچاری نداشتید بتون انجام بدن، به نظرم یه کار انجام شد. حالا بریم به نمودار بعد که اگر نگاه بکنیم اینم نشون میده که چه بخشایی در ایران بیشتر لطمه خوردن، که همونش که میدونیم اونایی که توی توریسم توی جانگردی هستن و غیره و غیره. و پس به اینم دیگه نمیخوام، فقط برای آگاهی بود. بریم جلو لطفا. حالا من قبل از که این نمودار رو صحبت بکنم میخوام یه خلاصه بندی از کووید بکنم. کووید ایران متاسفانه لطمه‌های زیادی خورده، به خصوص قشرهایی که درآمدشون پایین بوده یا در جبهه اول، در صفحه اول جبهه اقتصادی حرکت میکردن و دولت تا اونجا که وسعش میرسه تونسته به اینا کمک بکنه، ولی به نظر من کمک‌های بیشتری برای این قشر باید انجام بگیره. درسته که این سیاست موجب میشه که دولت هزینه‌هاش بالا بره و مسئله تورم مطرح میشه، ولی فکر میکنم چند بار از من سوال کردن مسئله تورم نبایستی در این کوتاه مدت در این مسئله مقطعی کرونا وارد مد نظر قرار بگیره. این مسئله اگر ما پشتوانی ندیم و مرض شیوع بیشتری پیدا بکنه و نتونیم به حالت اقتصاد عادی برگردیم، هزینه‌اش بر اساس بیشتر دو تورم. اگه ما تورم الان بخوام برای که کنترل بکنیم بیام در واقع فشار اقتصادی روی طبقه افزایش بدیم و موجب بشیم که کووید بیشتر اشاعه پیدا بکنه، خب من با احتمال 100% بهتون قول میدم که هزینه اقتصادی اون سیاست بدتره. پس نبایستی به طور فکر کنیم که در آینده تورم چون مهمه، که توضیح دادم درست هم از مهمه، الان توجه کنیم. باید یه کاری بکنیم که کسانی که مورد احتیاج این کمک هستن سریعتر و به طور مؤثرتری اینا مشخص بشن و بهشون کمک بشه. من وارد جزئیات نمیخوام بشم، این کار من نیست،
ولی من مطمئنم دولتمندان خیلی در این زمینه دارن کوشش میکنن. میدونم به بانک به صندوق ملی پول خواهش کردن برای 5 بیلیون دلار ماه ماس ما یعنی فروردین گذشته ولی هنوز به جایی نرسیده. خب میدونیم دلیلش هم میدونیم قدرت آمریکا در صندوق هست متاسفانه. و شاید یکی از گشایش اولی که اتفاق بیفته این باشه که بدونی که برای هر دو طرف ایران و آمریکا مسئله باشه دولت جدید آمریکا به صندوق بگه خب این وامو به ایران بدید. من فکر میکنم این بهترین واقعه که ممکنه در کوتاه مدت بیفته که بتونه یه گشایشی در زمینه مقابله با کووید در ایران اتفاق بیفته. پس بنابراین من هم از صندوق ملی پول اگر به گوش دارن میکنن و دولت آمریکا فکر میکنم این بهترین سیاستی که میتونه نشون بده که به مردم ایران با کمک میخوان بکنن و این مسئله پندمیکی که جهانی هست رو بتونن ایران هم درش بگنجونن و بتونن به ایران هم کمک بکنن و این بهترین راهش هست در شرایط فعلی بدون که مسئله تحریم صحبت بشه بدون مسئله مذاکرات مطرح بشه میتونن به ایران وام رو بدن. فقط آمریکا بایستی در حرف زیادی در این زمینه به صندوق نزن. خب حالا برای که برگردیم به سوالی که کردیم من می‌خواستم توضیح بدم که همه چیزای روند اقتصادی ایران هم منفی نبوده. خواستم اینم بگم برای که همیشه ما میام فقط به منفی‌ها سعی می‌کنیم نگاه می‌کنیم. خب منفی بوده 2% رشد در مقابل 4% که ایران میتونست داشته باشه لااقل خیلیه منفی بوده. ولی که از یه نقطه نظرم با نگاه کنید این تحریم مجبور کرده که کشور اقتصاد بیشتر به طرف صادرات غیر نفتی ببره. مثلا من به قبل از انقلاب نگاه میکنم صادرات غیر نفتی ایران یه چیزی حدود 750 میلیون دلار بود هیچ در مقابل صادرات نفت در اون زمان. ولی الان این نمودار نشون میده که به تدریج داریم صادرات غیر نفتی ایران بالا میره و این هست که نقش اتاقای بازرگانی مثل اتاق اصفهان یا که اتاق تهران جای دیگه هم با من صحبت کردن خیلی مهمه که در این زمینه کوشش بشه و این واقعا مثبت هست و اجازه میده که بخش خصوصی به طور کارایی در اقتصاد کشور مشارکت بکنه. بریم نمودار بعد. دوم چیزی که خیلی خوبه و واقعا خوشبختیه ای که با تمام مشکلات با توجهی که کاهش رشد ایران نسبت به جهان در واقع نرخ مرگ و میر غیر از در زمان جنگ در به طور خیلی خوبی داره کاهش پیدا میکنه و معادل هست با کشورهای دیگه دنیا و حتی کمتر، البته از کشورهای OECD کمتره برای که اونا پیرتر هستن، نه که ما بهتر داریم نظر عمل میکنیم، ما چون جوان هستیم بنابراین نرخ مرگ و میر کمتره. حالا برگردیم به بعد. حالا از اون طرف هم نگاه بکنیم، یکی از مهمترین معیارهای اقتصادی این است که چند سال ما انتظار داریم زنده باشیم، یعنی life expectancy. و این هم میبینیم داره، خب بازم برگردیم، انقلاب و جنگ مقدار این رو کاهش داده و این آماره رسمیه و داره به جهت بالا حرکت میکنه. اگه نگاه بکنیم ما اون اختلافی که بین OECD هست که یعنی انتظار زندگیشون خیلی بالاتر از ما بوده، ما داریم در واقع اون اختلاف داریم کم میکنیم و این به نظر من خیلی عامل مهمی هست که باید در نظر گرفت. پس مثبت هم داشتیم چیزایی که. حالا بریم صفحه بعد. حالا باید بریم سوالی که من از من میکنم، خب حالا برای که ما اقتصاد ایران رو بدونیم باید بریم اقتصاد دنیا چی میشه، بازم صحبت شد راجبش، و بعدم باید بدونیم که پیش بینی از اقتصاد دنیا چیه، بعد ببینیم ایران چی میشه از نظر البته چون ایران متصل به دنیا نیست متاسفانه این دقیقاً با ایران نمیخوره همونجوری که عرض کردم قبلا، ولی بازم بهتره بدونیم که دنیا در چه حالی. خب این نمودار اول راجع به تجارت جهانیه که مهمترین عامل و پیش بینی کننده آینده هست. اگه نگاه بکنیم موقعی که کووید اتفاق افتاد این نمودار اوله، اینجا نوشته این به صورت ماهانه است. اگه تجارت جهانی رو نگاه بکنیم کووید اگه نگاه بکنید همین اوایل 2000 یعنی اواخر 2019 میدونستیم در واقع بیشتر 2020 افتاده، بعد میبینیم چه کاهش عجیبی حاصل کرد. ولی که اگر برگردیم به حالا در دسامبر ماه گذشته این دو ماه پیش
می‌بینیم که ما در واقع تجاره جاری برگشته به حالت اول. البته اگه مثلا قبلا نگاه که شاید رشد پیدا می‌کرد، ولی داره برمیگرده به حالت اول. اگر نگاه بکنیم به قیمت کالای عمده، یک قیمت نفت که خیلی برای ایران مهمه، افزایش پیدا کرده. اگر نگاه بکنیم به قیمت آسیا به دلار بالا رفته، اگر نگاه بکنیم به تولیدات آمریکا، نه یه چیزی هست که این در واقع پیش بینی کننده تولید آمریکا، ببینیم که خیلی پایین اومده، بهش میگن پی ام آر، یه شاخص هست، پرچسینگ منیجرز ایندکس، که در واقع بهتون میگه که این مدیرای کارخونه ها برنامه برای که خریدشون چیه، یعنی در واقع برنامه خرید بهتون دارن میگن. من فکر کنم ایران هم این شاخص دارن ایجاد میکنن، نمیدونم، شاید اتاق با بازرگانی خیلی میتونی در این زمینه شاید کوشش دارن میکنن، مهم باشه که به در واقع به افرادی که وابسته به اتاق هستن میپرسی که شما چه برنامه داری برای خرید کالا و غیره، و بعد اینا رو جنبندی میکنن، نشون میده که این نمودارم داره که کاهش زایید بده که داره بالا میره. پس بنابراین همه شاخص ها در جهت مثبت هستن. حالا برگردیم به بعد. حالا پیشبینی این، البته پیشبینی مختلفه، IMF پیشبینی میکنه، این پیشبینی مال آکسفورد هست. اگه نگاه بکنیم ببینیم که اول بذاریم به واقعیات نگاه کنیم، در 220 چی شده بود؟ اقتصاد آمریکا خب بد نبوده، 3.5% کاهش پیدا کرد. اقتصاد کانادا 5%، مکزیک 8.7%، آرژانتین 10%، برزیل 4%، چیلی 6%، کولومبیا حدود 7%. حالا برگردیم اروپا. اروپا به طور کل 6.8%. اقتصاد انگلستان 10% کاهش پیدا کرد. 10%. امروز بودجه جدید وزیر دارایی انگلیس اعلام کرد و گفت که چقدر این براشون مشکله که بتونن از این 10% که کاهش بده که بیرون بیان. ایران هیچ وقت در این دوران در غیر از بعد از انقلاب 10% یک سال کاهش بده نکرد. فقط ایران نیست که مسائل داره. آلمان 5.3%، فرانسه 8.3%، ایتالیا 8.9%، اسپانیا که بدتر مسئله داشت کووید، میبینید اون کشورها که کووید بدتری داشتن رشدشون کاهش تر پیدا کرد. پس بنابراین اگر بخوان مسئله اقتصادی رو حل بکنید، باید مسئله کووید رو حل کنید. نمیتونید مسئله رو بگید آقا ما میذاریم اقتصادمون باز میکنیم چون اقتصاد داره لطمه میخوره، کووید خود به خود حل میشه. اینطور نیست. آمار اینو نشون نمیده. کشورهایی که خوب عمل کردن، مثلا کشورهای همجوار سوئد اومد گفت آقا ما با کووید نمیخوام زیاد کاری بکنیم، زیاد عمل نکردن، ولی خب مقایسش با نروژ، نروژ اقتصادش 1% با اینکه نفتم قیمتش افتاد که باید اونا متزلزل بشن، ولی نروژ بهتر تونست عمل بکنه با سوئد. البته چین از همه بهتر عمل کرده، نه که مسئله نداشتن، در تونستن در واقع امسال 2.4% باش بکنه، ولی اون آقای ترامپ که میگه بخواد اختلاف بین آمریکا و چین رو کاهش بده، نگاه بکنید به ارقام، آمریکا پایین رفته، چین بالا رفته، ژاپن کاهش مثل شبیه کشور آمریکایی اروپایی، هندوستان 7%. خب پس ایران به نظر من چون اقتصادش وابسته نبوده به دنیای خارج، به قیمت نفت هم که پایین اومده بود زیاد رو ایران اثر نداشت، برای که ایران نمیتونه صادر بکنه. نتیجه لطمه عمده از کووید نه تالا نخورده، به واسه که جرب به دنیای خارج اندازه مرتبط نبوده. حالا ولی با آینده چی میشه؟ پس اگه با آینده نگاه بکنیم، خب اینا همش پیشبینیه، همه دارن در جهت بالا هست. آمریکا 6%، 4.5%، کانادا غیره و غیره، همش که میریم بالا 5% اقلا بیشتر کشورها، بعضی کشورها خب ممکنه کمتر به بیشتر. و اگر بیام توی آسیا و خاورمیانه، میبینیم که چین 9% دو مرتبه، ژاپن 2%، خیلی برای خوب ژاپن، برای رشدش همیشه پایین بوده، هند 10%، هند برای ما مهمه، چین برای ما مهمه، اندونزیا 4.7%، کره 3%، سنگاپور هم میبینید 6%. اینا همش البته پیشبینیه، ولی من اعتقاد دارم که پیشبینی ها حدودا درست داره. خب اگر کشور همجوار ما ترکیه،
5% رشد بکنه، چین که با ما معامله میکنیم در گسترش داره پیدا میکنه، هند گسترش پیدا میکنه و غیره و غیره، خب ما اقتصادمون چون تا اندازه به اینا نفت میفروشن اگر گشایش بدی پروژه میتونه خیلی استفاده بکنه از این شرایط جدید دنیا، ولی بایست ایران با دنیا خارج مرتبط باشه که بتونه از این جهشی که داره اتفاق میفته استفاده کنه. قبول دارید؟ یعنی نمیشه گفت که چون دنیا داره خوب میشه ایران خود به خود خوب میشه. نمیشه گفت که اگر ما کووید رو ول بکنیم، هیچ سیاستی نکنیم، مردم دوباره به حالت بعد برمیگردن. اینطور نیست. یه واقعیت‌ها رو نمیشه کتمان کرد. البته معمولا این روزا به علم کسی اعتقادی نداره متاسفانه، ولی من فکر میکنم بیشتر ما باید به علم اعتقاد پیدا بکنیم و بیشتر تحلیل بکنیم و آنالیز بکنیم، نه فقط یه ایده هایی که داریم رو بگیم فکر میکنیم خود به خود اتفاق میفته. حالا برگردیم به ایران. صفحه بعد لطفا، صفحه بعد اینو من الان صحبت کنم. خب این پیشبینی من نیست، این پیشبینی صندوقه. البته صندوق پیشبینیش رو الان گفتن در واقع بازبین کرده و به بالا برده برای ایران یک کمی. خب در صندوق پیشبینی اون که 1398 حدود 6% ایران کاهش داشته به واسه تحریم، رفتی به کووید نداره. در سال 1399 که بیشترش کووید بوده، پیش بینیش فقط ایران 1.5% کاهش پیدا کنه. حتی آیم صندوق، البته پیش بینی نیست، این تقریبه در واقع، در واقع سال تقریبا تموم شد. ولی که اگرم بگیم منهای 2% بوده، به نظر من نشون میده که ایران تونسته خوب عمل بکنه، ولی شرط خاصش بهش اجازه داده که این کارو بکنه. ولی از اون جهت تورمش درصد بالا بوده، 41%، 34% بهش صحبت شد. حالا آینده رو چی پیش می میکنن؟ میگن ایران 3% ممکنه رشد داشته باشه. من فکر میکنم میتونه رشد ایران بیشتر از 3% باشه. ولی که عدم اطمینانی که وجود داره در زمینه تحریم، در زمینه سیاست دولت در مقابله با کرونا و واکسیناسیون شدن، به من اجازه نمیده که بیشتر از این صحبت راجع به این بکنم. فقط میتونم بگم من فکر میکنم این 3% یه خورده پایینه برای ایران با شرط که داره ایجاد شده. و یادون باشه این در این صندوق ایران پول رفتن ترامپ رو در این آمارش گنجونده، برای اینکه این آماریست که در ژانویه یعنی یه ماه و نیم پیش ارائه دادم. تورم متاسفانه هنوز همه داریم پیش بینی میکنیم که این در سطح بالا خواهد بود. بنابراین اینو شما بایستی در واقع در نظر بگیرید که من بهتر از این نمیتونم روشن بگم که آینده ایران چی میشه در، ولی خب آینده خوبیه، از بهتر از آینده سال گذشته و سه سال گذشته خواهد بود انشالله. یه هدیه نوروزی برای مردم ایران باشه که واقعا استحقاق این رو دارن و فشار زیادی روی مردم ایران بوده و این خیلی مهمه که دولت و کشورهای خارج برای شرایط خاصی که دنیا درش هست بتونن از این موقعیت که ترامپ رفته استفاده کنن که بتونن مسئله تا حدی مسائل سیاسی رو به حالت که صلح‌آمیزی حل بشه. تمام مسائل این آمریکا حل نمیشه. حتی اون برجامی که ما صحبت کردیم که اگر من بارها گفتم برمی‌داشتن، ولی بیشتر تحریم‌های مالی آمریکا از بین نمی‌رفت که مربوط می‌شد به حقوق بشر، مربوط میشد به رفتار ایران در منطقه، مربوط میشد به موشک، مربوط میشد اونا که از بین نمیره. پس اینی که بخوام بگیم ایران حالت عادی پیدا میکنه با آمریکا و به تمام کشورهای دیگه دنیا، این حالت عادی که ما عادی نخواهد بود، به عادی تر خواهد بود اگر بشه، صلح‌آمیزتر خواهد بود، نه که صلح باشه. به نظر من این یعنی واقع‌بین آدم باید باشه. بنابراین تحریم از بین نخواهد رفت، ایران هنوز بایستی این تحریم‌هایی که باهاش مقابل خواهد کرد باید اونا رو در نظر بگیره. هزینه‌های این تحریم‌ها برای ایران هنوز به جا خواهد بود، ولی انشاءالله اگر یک گشایشی در این زمینه بشه و با توجه که دنیا داره جهش مثبت داره حرکت میکنه، بتونه ایران در این جهش مثبت مشارکت داشته باشه و جوانهای ایران و مردم ایران بتونن
اون قوت بالقوه اقتصادی دارن رو بیشتر بهش نزدیک بشن. من دیگه همینجا صحبت رو کنار میذارم و جناب دکتر، ما قبل از این که حالا طبق برنامه بپردازیم به پرسش و پاسخ، طبق صحبتهایی که حالا هم با جنابالی داشتیم هم از دوستان خواهش کرده بودیم توی نظرسنجی ما شرکت بکنن، من با اجازتون اولین نظرسنجیمون رو نمایش بدم که حالا نظراتی که دوستان تقریبا میشه گفتش که نصف افرادی که بودن داخل جلسه اومدن نظرسنجی رو شرکت کردن. این اولین سوالی بوده که حالا با توجه به سرفصلی که با جناب علی صحبت کرده بودیم گفته شد که مهمترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال 1400 رو ازشون سوال کردیم، از فعالان اقتصادی که توی جلسه حضور داشتن. همینجور که می‌بینید حالا بیشترین مشکل رو بحث رکود تورمی می‌گیرن که این مشکل مشکل همون بحث رکود تورمی هستش. مسئله بعدی حالا سوال من فکر میکنم بعد از رکود تورمی مقدار خیلی زیادی رو برمیگردونم به سیاست‌های اقتصادی دولت، یعنی معتقدن فعالان اقتصادی که شاید حالا تو صحبت‌های شما بهش اشاره شد که حالا با توجه به شرایط دنیا، با توجه به شرایطی که حالا ما توی آخرین در واقع ویژنی که داشتیم از صندوق بین‌المللی توی ژانویه، این همه رو من دیدم اکثر کشورها رو رشدشون رو مثبت‌تر کرده بود نسبت به گزارش قبلی. اگر ایران بتونه با اون روند، یعنی سیاست اقتصادی دولت یه جوری پیش بره که با اون روند بره جلو، شاید خیلی شرایط تغییر بکنه. بنابراین حالا این دوتا مورد هستش که گفتم شاید شما هم نظری روش داشته باشید. سوال بعدی که به صورت کلی پرسیده شده بحث اینه که پیشبینی ها از رشد اقتصادی کشور، که حالا چیزی که بیشتر از همه گفتن بین منفی 2 تا 0% هست که جناب عالی خب فرمودید نظرتون مثلا بالای مثبت 3 هست. فکر کنم این یه مقدار دید بدبینانه است یا حالا دیگه به خاطر شرایطی که این مدت بوده به هر حال مردم دیدشون مثبت نیست به این قضیه. اگر جناب عالی روی این دوتا سوال کلی موضوعی هستش که بفرمایید، اگر نه که من برم سراغ دوتا سوال بعد. نه من بعد فقط یه نکته رو عرض کنم. اون سوال اول که گفته شده که مهمترین چالش اقتصاد ایران چیه، متاسفانه نمیشه اینجوری ازش فهمید. چرا؟ برای که این چالش ها همش مهمه ولی اینا با هم ربط دارن، با هم کوریلیت هستن، یعنی هماهنگ بارم ایران. مثلا فرض کنید که تحریم ممکنه سیاست های بد دولت رو مثلا تشدید بکنه، ملاحظه کردی؟ مسئله رکود تورمی ممکنه یه مقدارش ریشه‌های تحریم، مقدارش ریشه‌های سیاست دولتی داشته باشه. بنابراین اینا این نیست که کدومش مهمه. برای اینکه بتونی اینا رو مقایسه بکنی جمعش همش درست گفتم مهمه، ولی نمیشه از این فهمید که چند درصدش مربوط به تحریمه، ریشه‌اش چیه. یعنی اون باید بگیم که علت اصلی چی است. یعنی در موقع ما فرق میذاریم بین علت و معلول و این سوال در این نقطه سر روشن نمیکنه به نظر من واقعا علت و معلول چه رابطه با هم در زمینه. حالا مربوط به سوال دوم، معمولا این پیشبینی ها که مربوط هم بر اساس ما بهش میگیم به عقب برگرد پیشبینیه. چرا؟ برای که رگرسیو به این در اگه بخوام لغت انگلیسی بکنم من فارسی گفتم به عقب برگرد. و این اگه نگاه بکنیم به عقب، چرا مردم نگاه میکنن ببینن وضعشون الان چیه، میگن همون چیزی که الان هست ادامه پیدا میکنه. چون ایران در عرض 2 سال گذشته رشد منفی داشته، فقط 2% گفتن ایران رشدش مثبت میشه. بنابراین اینا فکر میکنن منفی 2% جناب دکتر گفتن 0 تا منفی 2% چقدر؟ 0 تا منفی 2% نه نه بالای 2% من بله 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 بالای من نگاه میکنم اونایی که گفتم بالای 2% در من هیچم، یعنی درصد تو خیلی کمه. درسته من فکر میکنم خوب از جهت مردم خب بدبینن الان و میگم این از نظر روانشناسی دیدیم ما اینو در بیشتر من روز انتظارات کار کردم، انتظاراتی در اوغلایی همیشه نمیشتونه آدم فکر کنه، یعنی برمیگره به تجربه که داریم و تجربه خوب نبوده دیگه. در از 2-3 سال گذشته
منفی بوده، بنابراین دارن اونو میگن، ولی گذشته منفی بوده لزومی نداره آینده منفی باشه. من فکر میکنم البته هنوز مسائل عمده زیاده، اگر ایران بتونه فرجه باز بشه و همونجوری گفتم مثلا 5 میلیارد دلاری که بانک مرکزی ایران از سمور بلند خواسته اون اجازه بدن بده که اصلا ربطی به تحریم نداره، ملاحظه کنید من احتمال دارم اون اتفاق بیفته. خب ایران گشایش پیدا میشه و یواش یواش هم واکسیناسیون خواهد بود. خب حالا ایران یه مقدار عقبه، خب هم بیشتر کشورهای دنیا عقبن در غیر از مثلا بعضی از کشورهای اروپا یا آمریکا، ولی که واکسیناسیون ادامه خواهد کرد. واکسیناسیونی هم که اومده مثلا مال روس هست یا مال از جانسون جانسون مال انگلیس هست یا مثلا از زنیکای هست که هندیا دارن دست، اینا همش خیلی موثره. حتی میگن آقا موثر مثلا 90% مثلا 70% موثر، ولی خودش خیلی مهمه. بنابراین با اومدن واکسیناسیون ایرانی و ایرانی ها خیلی خوب عمل کردن تا حالا با توجهش که عرض کردم با کووید، من فکر میکنم احتمال که اقتصاد ایران رشد نسبتا خوبی داشته باشه خیلی هست. خب آیه دکتر، ما با توجه بالا اینی که شما فرموده بودید سرفصل روی بحث سنگشنا تحریم و روی بحث کووید 19 هست، ما دو تا سوال دیگه داریم. ببینید اولین سوال اینجا، حالا دوستان من زحمت کشیدن و نظرسنجی رو آماده کردن، اثر کووید 19 بر اقتصاد ایران رو پرسیدن. خب دقیقا همین سوال رو در مورد تحریم ها هم پرسیدن. این برمیگرده به اون بحثی که خب حالا در واقع شاید کرونا اون تأثیری رو نداشته، اون هم به دلیل همون صحبتایی که شما فرمودید، چون اقتصاد ایران خیلی اقتصاد بازی نبوده و ارتباط خیلی نبوده به دلیل تحریم ها، شاید این اثر کرونا خب خیلی کمتر بوده نسبت به خیلی از کشورها. پاسخی که داده شده اینه که در مورد کووید 19 بیشترین اعتقاد اینه که درصد کاهش کوچک شدن اقتصاد 10-20% بوده که خب 35% افراد این رو انتخاب کردن. اما در مورد تحریم 60% افراد معتقدن که بر اثر تحریم ها اقتصاد ایران بیش از 20% کوچیک شده و حالا در واقع توی همه جنبه ها، مثلا یه مقدار سوال جنرالی هستش، یعنی اثر تحریم ها رو بسیار بیشتر میدونن نسبت به کرونا. یک سوال دیگه هم در مورد کرونا پرسیده شده که حالا اینو ما چون توی یه سری از تحقیقاتی که داشتیم توی خود اتاق بازرگانی اصفهان و گزارشش هم تقریبا چند ماه یک بار توی یک سال گذشته به روز شده، اینی که حالا کرونا رو ازشون پرسیدیم توی رسته‌های مختلف شغلی که روی کسب و کار شما چقدر تاثیر داشته، خیلی جالبه اینجا 32% گفتن که تغییری ایجاد نکرده روی کسب و کارشون. بله، یعنی خب یه قسمت خیلی زیادی بوده. یک سوال دیگه از اون طرف در مورد تحریم ها که خب ما میخواستیم ببینیم بحث تحریم ها بیشترین تأثیر رو کجا داشته، انتقال ارز، یعنی انتقال پول و نقل و انتقالات پول از نظر فعالان اقتصادی بزرگترین مشکلی هستش که تحریم ها ایجاد کرده و تقریبا میشه گفت خیلی نزدیک به اون بحث همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری ها هستش و خب بعد از اونم میشه بحث تامین مواد اولیه و زنجیره تامین. حالا اگر در مورد این دوتا نمودار هم توضیحی هست یا مقایسه ای، ما در خدمتتون هستیم و بعدم برسیم به پرسش و پاسخ. من فکر میکنم چون بهشون گفتیم کوششون 10% خیلی زیاده، مثلا شما دیدید که اقتصاد ایران بس میدونید کل تولیدات نگاه بکنید، سال پیش آمار نشون میده که فرض بکنید همین امسالی که توش هستیم 1.5% مثلا بگیم 2% کاهش پیدا کرده، این خیلی کمتر از 10%. بنابراین مردم شاید یه بُعد دیگه تو مغزشون هست موقعی که بهشون میپرسید که بله دقیقاً. بنابراین این شاید نمیشه اینو تعمیم داد به آمارای کلی اقتصادی کشور. بعدم چون عددا رو بین 0 تا 10 گذاشتید و 10 تا 20 این خیلی به اصطلاح درجه بندی های بالا بالنده. بس من شما به منم گفتین آقای دکتر، من اون رنج اولی که شما فرمودید گفتید که خیلی وایده اینا 0 تا 20 بود، حالا ما یه ذره کوچیک‌ترش کردیم چون بیشتر همون میگم دید کلی بوده روی داستان. آینده میخوان انجام بدید نگاه بکنید ببینید مثلا چقدر باید مثلا منفی هم بذارید مثلا یا مثبت هم بذارید ببینید کوچیک نشد. بنابراین من اگر من جای شما بودم مثلا 0 رو با مثلا 2.5 تا 5 5.5
5 تا 5 و نیم 7 و نیم انسان میتونید بالا برید، ولی بنابراین فکر می‌کنم یه مقداری هم اثر می‌کنه. مثلا اگه مثلا طرف می‌خواد جواب بده بیشتر میاد نگاه می‌کنه روی رده‌بندی‌های سوالا، مثلا میگه آقا از 1 تا 5 بعد فکر می‌کنم استاد خیلی بد شده 2 می‌زنه، ولی 2 مثلا میگه 20% کاهش بده کرده، بعد درست نمیشه. بنابراین مربوط به اونه. ولی من فکر میکنم همیشه باید در نظر گرفت که یک سوال تا آدم زمینش رو درست ندونه جواباش نمیتونه درست آنالیز کنه. بله دقیقا همینطوره. خب حالا پس بیشتر از جنبه مقایسه هم میخواستم بگم خدمتتون که این نه جنبه مقایسه درسته که تحریم همون صحبتی که تحریم ها خب خیلی تأثیرش تقریبا دو برابره نسبت به حالا بحث کرونا. خب جناب دکتر اگر موافق باشید حالا همون سوالاتی که ما قبلا هم با شما یه بار چکشون کردیم، البته ما الان سوالات تقریبا هموناست ولی یه سری از دوستان الان در طول جلسه سوال پرسیدن، طبق اون دستبندی و در واقع مکرر بودن سوالها یه صحبتی شما خودتون داشتید در خصوص سیاست‌های پولی که حالا اگر اجازه بدید چون در مورد استقلال بانک مرکزی یکی دو بار سوال شده، من اینو همزمان دو تا سوال رو با هم ترکیب میکنم و ازتون میپرسم که به نظر شما الان بیشترین در واقع این تأثیری که هستش کدوم یکی از این داستان ها تأثیر داره. یکی اینکه اون بحث عدم استقلال بانک مرکزی واقعا از نظر شما چه تأثیری داشته روی بحث حالا مخصوصا روی بحث تورم، و اینی که حالا اگر راهکاری براش وجود داره. در کنار این همون سوال اولی که قبلا خدمتتون ارسال شده بود که در شرایط فعلی اقتصاد از نظر شما کدوم یکی از سیاست‌های پولی بیشتر راهگشا هست؟ سیاست‌های انبساطی یا سیاست‌های انقباضی؟ ملاحظه کنید بانک مرکزی ایران تابع سیاست‌های کلی دولته، یعنی واقعا فکر نکنم بتونه اون استقلالی که ما راجع بهش صحبت میکنیم در علم اقتصاد بتونه داشته باشه در ایران به واسه مسائل سیاسی. ولیکن خیلی مهمه که در زمینه نظارت بر بانک ها، در زمینه فرض بفرمایید که اجرای سیاست های دولت، استقراض برای که میزان استقراض رو تعیین بکنه، یا ای که اون اوراق قرضه دولتی رو که ارائه میکنه، اجرای اینا خیلی مهمه که اون مستقل باشه. ملاحظه میکنید یه موقع هست این است که شما میاد بگید که بانک مرکزی اصلا کاری به دولت نداشته باشه، فقط سیاست خودش در نظر که میخواد تورم رو کنترل بکنه، ولی موقعی که تورم ریشای تورم مسئله ارزه و مسئله ارز مسئله تحریمه و تحریم مسئله سیاست خارجی دولت هست، نه فقط دولت به کل نظام هست، چطور میتونید انتظار داشته باشین از رئیس بانک مرکزی مستقل باشه از این سیاست ها؟ ملاحظه فرمودید البته انشاءالله به یه شرایط ما بتونیم برسیم که استقلال بانک مرکزی تا حدی بتونه در ایران هم واقعیت پیدا بکنه، ولی بازم عرض کردم با همه اوصاف خیلی مهمه که بانک مرکزی ایران در زمینهای کارهای اجراییش بتونه استقلال داشته باشه، دخالت نکنن در کارش که مثلا بانک ها کدوم بانک بایستی مسئولیت قبول بکنه. میدونید خب خیلی سازمانه غیر دولتی وجود داره که میخوان بعضی بانک ها بهشون وام بدن، بعد بانک ها رو تحت فشار قرار میدن. اگر بانک مرکزی استقلال از این نوع فشارها و از این نوع دخالت ها داشته باشه، خب نظام بانکی اون کیفیتی که لازمه برای توسعه اقتصاد کشور نخواهد داشت. پس نمیگم استقلال نباید داشته باشه، من میگم باید جاهای استقلال به بانک مرکزی بدیم که الان خیلی مهمه برای اجرای سیاست های تجاری و سیاست های صنعتی و سرمایه‌گذاری و بخش مسکن، اینا همش نقش اساسی بانک مرکزی بازی میکنه. بنابراین من فکر میکنم نقش بانک مرکزی در این جاها بایستی بیشتر بهش توجه کرد و جنبه های انبساطی و انقباضیش یک جزی از سیاست کلی دولت است. همون که میدونید احتیاجات مالی دولت برای تأمین
مثلا هزینه های اساسی که دولت مجبور انجام بده، نمیتونیم بگیم که خب بانک مرکزی بتونه جلو دولت بیسته بگه آقا این هزینه ها رو نباید شما انجام بده. من اینو یعنی قابل، نه که قابل قبول نیست، قابل عملی نیست در کشور مثل ایران و خیلی کشورهایی که شبیه ایران هست. درست میفهم. خب اگر که توضیح در این خصوص هم شده های دکتر، ما بریم سراغ سوال بعدی. سوالی که بوده بیشتر، حالا چون حالا من توی سوالات قبلی براتون فرستاده بودم اما امروز هم خیلی توی در حین جلسه صحبت شد، بحث نرخ ارزهای دیجیتال هست که آیا به نظر شما این نرخ ارزها الان شرایطش تو ایران چجوریه، آیندهش رو شما چجوری ارزیابی میکنید و با توجه به اینکه حالا تحریم هایی که بر علیه ایران هست، آیا اصلا کشور ایران از این لحاظ برای سرمایه گذاری کشور مناسبی محسوب میشه یا نه؟ خب این ارزهای دیجیتال و پولهای دیجیتال به طور کلی داره همه جا اتفاق میفته، حتی در اروپا هم بعضی از بانک‌های مرکزی اروپا دارن ارزهای دیجیتال خودشون رو، یعنی پول باید بگیم نه ارز، ارائه میدن. بنابراین این سوالی که پیش میاد این نیست که این پول‌های دیجیتال وجود دارن و ادامه خواهند داشت، حتما وجود ادامه خواهند داشت، ولی درصدشون چقدر خواهد بود؟ این مربوط میشه به مقرراتی که دولت‌ها به تبع همچون که برای پولشویی گذاشتن روی این ارزهای دیجیتال خواهن گذاشت. مثلا الان دارن دولت‌ها اعلام میکنن که بایستی از درآمدهای که از فروش و خرید ارزهای دیجیتال است با 20% مالیات بدن در اروپا، صحبتش هست، در آمریکا همینطور. بنابراین یواش یواش من فکر میکنم اگر این ارزهای دیجیتال خودشون جا بگیرن، پولهای دیجیتال بذاریم بگیم، این خود به خود تابع مقررات مثلا مالیاتی و مقررات پولشویی کشورها میشن و یواش یواش اون مثلا اون ارجحیتی که فعلا دارن در این زمینا رو از دست میدن. بعد چون این درآمد ندارن، مثلا شما مثلا خریدن طلا هست، همیشه از من سوال میکنن من طلا بخرم یا نخرم، میگم خب قیمت طلا بالا رفته بریم خوبه، ولی که الان این سوال هست طلا درآمد نداره. شما یه جوری بهش نگاه بکنید که البته ممکنه مثلا در یه بحره زمان نگاه بکنید طلای واسه مسائل سیاسی دنیا و عدم اطمینانی که مردم به نظام پولی و مالی دنیا پیدا میکنن، همونجوری اتفاقی که رکود بزرگی اتفاق افتاد در 2008 از آمریکا شروع شد، همش یادتونه، این یه دفعه مردم به طرف طلا رفتن، مردم بعضی موقع به طرف ارز سوئیس میرن، یعنی یا موقعی که اطمینان در نظام‌های پولی آمریکا و اروپا کاهش پیدا می‌کنه اینا به طرف طلا و به طرف پول میره و عکس هم اتفاق میفته. الان طلا در عرض دو سه ماه گذشته خیلی کاهش پیدا کرده. بنابراین شما واسه چه موردی نگاه بکنید، ولی درآمدی هم بهتون نمیده و چون طلا رو بایستی حفاظت بکنید یه هزینه نگهداری هم داره. حالا ممکنه شما فکر نکنید راجع به این موضوع، ولی بخون مبالغ عمده بذارید تو این ارجای پولای دیجیتال و مبلغ عمده بذارید توی طلا، اینا هزینه نگهداریش هم بایستی در نظر بگیریم، هزینه که اینا از دست بدیم، مثلا کدتون یه نفر کدش یادش رفته اصلا نمیتونه دیگه اینو سه بار بیشتر نمیتونه کدس، این منظورم که خیلی مسائل دیگه هم پیش میاد. من فکر میکنم جواب به این سوال اینه که اینم باعث یه نوع دیگه به مقدار یه نوع دیگه اوراق پولی باشه، مثلا یه نوع اوراق، مثلا اوراق قرضه داریم، اوراق سهام‌های جدید میاد، شرکت‌های جدید میاد. من فکر می‌کنم این یکیشه، نمیتونه بیاد بگه جایگزین بکنه دلار رو یا مثلا جایگزین بکنه یورو رو یا جایگزین بکنه ریال رو از این نقطه نظر. ولی برای ایران که در تحریمه حق میدم که بیشتر از این پول‌ها استفاده می‌شده، برای که یه راه اینه که تحریم دور بزنه، ولی خب هزینه داره، دور زدن هر کاری میشه، هزینه‌اش زیاده متأسفانه. میدونی بیشتر نگرانی فکر می‌کنم آقای دکتر بابت این بود که اصلا حالا با توجه به همین تحریم‌ها آیا اصلا به نظر شما این بازار ارزهای دیجیتال بازار در ابتدای راهیه و ممکنه که حالا روند و نوسان به سمت مثبت داشته باشه، حالا نوسان که نه، روند مثبتی داشته باشه؟ والا من فکر می‌کنم باید بیشتر به نوساناتش فکر کرد و روندش. من خودم دنبال این بیشتر میرم دنبال
مثلا اوراقی که بتونم ببینم این اصلش کجاست. یعنی بهش میگیم فاندمنتال، یعنی مثلا شما یه سهامی رو که میخری نگاه میکنی که این سهام قدرت مربوط میشه قدرت اقتصادی اون شرکتی که این سهام رو به شما ارائه میده. در زمینه پولای دیجیتال بیشتر جنبه‌ای که داره مربوط به اینی که شما میتونید دور بزنید تحریم رو، یا فرض کنید مقررات که میخواد مالیات ندید، میخواد کسی نفهمه، پولشویی مطرحه، یعنی اون یه عوامل دیگه درش مطرحه. تا مثلا شما مثلا سهام یه شرکت پتروشیمی رو میخرید یا یه سهام یه شرکت نفتی رو میخرید، بنابراین بیشتر باید بیشتر فکر کنید نوسان و زایده تفکرات و یعنی فقط مربوط به واقعیات مسئله نیست، مربوط به این است که اون شخص که این پول رو دنبال میکنه، پول مثلا دیجیتال رو دنبال میکنه، دلالش چی هست. خب آقای من جوابی ندارم غیر از این. از من خیلی از این سوال میشه، یعنی اولین بار هست که این سوال رو از من میکنن، ولی ایران متاسفانه از این نظر هم میتونه لطمه بخوره، برای که چون ایران قیمت برق ارزون هست یه ده میتونه از این سو استفاده بکنن که در واقع پولهای دیجیتال رو در ایران ایجاد کنن و در خارج ازش استفاده کنن. بنابراین در واقع در ایران چیکار میکنن؟ از برق ارزون ایران استفاده میکنن. درست. ما دقیقا این مسئله رو باز هم جز سوالهای شاید واقعا یه درصد بالایی میشه بهش داد در مورد بحث بازار سرمایه و بورس، که گفته بودم با توجه به ریزشی که داشته به نظرتون در واقع سرمایه گذاری تو این بازار هم کوتاه مدت هم میان مدت و هم بلند مدت رو چگونه پیش بینی میکنه؟ والا جواب این سوال برمیگرده به این که همونجوری که عرض کردم چجوری داریم نگاه به تحریم میکنیم، سیاست های دولت، یعنی باید فضای اقتصاد ایران رو باید آدم اول در نظر گرفت در این زمینه. ولی که چون در واقع فکر نکنم ما به عقب برگردیم که برگردیم به دوره ترامپ که اون تحریم های خیلی شدید رو مورد اجرا گذاشتن و فشارهای حد اکثری رو در نظر گرفتن در مقابل ایران، و فکر میکنم این ریزش سهامی که در ایران بوده به واسطه که خیلی بالا رفته بوده، یعنی مثلا قبلش همه تعجب میکنن چطور کووید داره اتفاق میفته. اگر یادم باشه شما بیشتر در ایران بودید اینا دنبال میکنید، میگفت به من میگفتن آقا چطور این کووید هست ولی چطور قیمتهای سهام در ایران داره سریع بالا میره. یه نوع حبابیه بعض موقع عمل میکنه، ولی من میگم چون پیش بینی میشه که اقتصاد ایران گشایش پیدا کنه، اولا 3% بالا بره شاید هم بیشتر، و اگرم مثلا دو سه ماه آینده دیگه خیلی مهمه که ببینیم این جوابای مذاکراتی که ممکنه بشه در خفا ممکنه مذاکرات باشه، یا همونجوری که عرض کردم آیا صندوق بین‌المللی پول از آمریکا بهش اجازه میده که به ایران این 5 بیلیون دلار به نظرم خیلی مهمه. اگر آدم بدونه یه مقداری صبر بکنید ببینین این در جهت میره، من میکنم وقت بعد شرایطی که آدم بتونه بورس ایران گسترش پیدا بکنه، چون بر اساس گسترش شرکت های تولیدی هست که ارزش رو در بورس ارائه میشه در نهایت، به این دلیل ممکنه پیش بینی بشه که نه این کار خوبیه که در میان مدت اقلا بگیم در عرض 2 سال و مثلا 3 سال دیگه در بورس به نظر من عامل مهمی میشه برای سرمایه‌گذاری در ایران، و این ممکنه خیلی مهم باشه برای که فشار روی مستغلات و زمین، قیمت زمین بالا رفته غیر و اینا رو کاهش بده و جهتیابی بده اقتصاد رو از سفته بازی و از حباب سازی به طرف کارهای سرمایه‌گذاری و افزایش بنیه اقتصادی کشور، که هم برای ایجاد کار هم برای رفاه عمومی و بیرون آوردن قشرهای پایین از فقر به طرف بالا خیلی اساسیه. بنابراین مهمترینه که بورس بایستی مد نظر دولت باشه که بتونه به طور غیر حبابی عمل کنه. البته مشکل گفتن این برای آسونه، ولی اجراش مشکله. خیلی آسونه میگن آدم در گود که نیست به دیگرون نظر بده، ولی فکر میکنم از این که بورس ایران تونسته خودش رو نگه داره با تمام این تحریم ها و مشکلاتی که داشته، خب مشکلات بوده ولی به نظر من میتونه یک مرجع مهمی برای سرمایه‌گذاری باشه در آینده.
حالا من کوتاه مدت نمیدونم ولی در آینده. خب آقای دکتر یه سوالی هستش که حالا بازم اینو من ترکیبی میپرسم که بتونیم هرچه بیشتر بتونیم از اطلاعات شما استفاده کنیم. پرسیده بودن که جهت‌گیری جریان ثروت به سمت چه کسب و کارهاییه و کلن با چه الگوریتمی میتونیم متوجه بشیم که یه صنعتی یا در واقع یه رسته شغلی ارزش افزوده و سود بیشتری در میان مدت حداقل داره. این واقعا کار مشکلیه. این باید خیلی باید آمارای صنایع مختلف رو، شرایط اقتصادی ایران رو، تجارت با کشورهای دیگه، اینا رو همه رو آدم در نظر بگیره. ولی من میتونم فقط به طور کلی بگم که روندهای دنیا به طرف این میره که صنایعی رو گسترش بدن که بیشتر در واقع از تکنولوژی باهوش استفاده میکنه. همچون خودتون میدونید دیدیم که در عرض چند سال گذشته چقدر این تکنولوژی های باهوش تونستن خودشون رو در همه جای اقتصاد دنیا، در ایران هم حتی موفق و به طور موفقیت آمیزی برده اشراق رو میگم. مثلا الان میدونی که در ایران با توجه به تحریم غیر و شاید یه مقداری به واسطه تحریم صنایع مربوط به فرض فرمایید استفاده دیجی کالا یا فرض کنید اسنا، اینو که مثلا به صورت اینترنتی، مثلا خریدهای اینترنتی میگیم، نمیدونم به فارسی میگیم خریدهای اینترنتی دیگه ها، یعنی چی؟ بله همون بازارهای اینترنتی خرید آنلاین. اینا خیلی گسترش پیدا کرده. به نظر من میگم اینها جاهایی هستن که ما باید بهشون نگاه بکنیم که شرکتایی دارن ایجاد میشن که اون شرکت ها میتونن خیلی موفق باشن. ایران جمعیت بزرگی داره، 84 میلیون جمعیت، خوشبختانه همه دسترسی به اینترنت، همه نه جوری که من شنفتم 60%، 65% دسترسی دارم، این درصد هر روز داره بالا میره. بنابراین این خیلی بخش مهم اقتصاد ایران میتونه باشه، بخش سنتی نیست ولی باید به بخش جدید نگاه کرد. بخش دیگه ای که مهمه بازم سنتی نیست این است که دنیا داره به طرف این میره که جایگزین بکنه به واسه محیط زیست، به طرف محیط زیست، آلودگی هوا، تمام اینها صنایع خواهند بود که گسترش پیدا خواهند کرد. حالا ایران چون وابستگی به گاز و نفتش خیلی زیاده ممکنه کوتاه بینانه به طرف این صنایع بره، ولی به نظر من مهمه برای ایران و برای مردم ایران که بتونن محیط زیست بهتری داشته باشن، آلودگی هوا کمتر باشه. این اثرات خیلی عمده برای بچه‌ها داره، برای سالهای سال اثر میگذاره. بنابراین ما باید به اون صنایع هم نگاه بکنیم در آینده. من میگم که این صنایع جدید رو نباید از ند گذاشت. ولی اینو گفتم، ولی خب پتروشیمی در ایران به نظر من چون سوبسید میگیره از طریق غیر مستقیم، اگر تحریم ها برداشته بشه صنایع پتروشیمی میتونه بازم گسترش قابل ملاحظه پیدا کنن، به دلایلی که خب ایران هم ارجحیت نسبی داره و هم ظرفیتی داره که میتونه ازش استفاده کنه اگر این تحریما حدی کاهش بده کنن. و خب البته بخشای دیگه هم هست که باید آدم برم اون دیگه باید مته به خشخاش گذاشت به قول معروف و دید به صورت ذره بینی نگاه کرد که بین فرض بفهمید سمه باهوش کدوم بخشش رو باید نگاه بکنیم. این واقعا یه کار علمیه که بایستی اون گروه هایی هستن که کارشون اینه که بیان نگاه بکنن به تمام آمار و ارقام و اونایی که مثلا صاحب کار هستن مصاحبه بکنن ببینن تکنولوژی جدید چه کار دارن میکنن که از دیگرون جلو باشن که بعد بتونن در اونجا سرمایه‌گذاری کنن. میدونی خب خیلی کارا کسا در بازارهای پولی و مالی دنیا این کارا رو میکنن و ایرانی ها میدونم دارن انجام میدن. خب باید بیشتر در این زمین ها کوشش بشه. مثلا شما میتونید همین یه نوع صنعت خودش که چجوری پیشبینی بکنیم که چه بخش‌های اقتصادی بیشتر گسترش پیدا خواهند کرد، خودش یه نوع صنعت، یه نوع خدمات. درست. بله. خب آقای دکتر یه سوالی هستش که از اون سوال‌هایی که حالا من به صورت کلی هر ستا رو میگم ولی بیشتر بحث همون نوسان نرخ ارز بود که البته توی صحبت‌های شما کاملا مشهود بود، ولی حالا اگر که به عنوان حالا یک سوال جداگانه، نوسان نرخ ارز رو در سال 1400
و نوسانات بازار طلا رو در سال 1400. جزء سوالهای خیلی زیاده دیگه، حالا تعدادش یه چیزی که راجع به ایران بیشتر متخصصین میگن، یه چیزی که در ایران مطمئنه نامطمئنیه. بنابراین من فکر میکنم با خب با این که عرض کردم روندا به طرف مثبته، تلاطم رو من نمیتونم بگم وجود نخواهد داشت یا کمتر خواهد شد متاسفانه. بیشتر ما بحثمون اینو سعی کردیم به صورت نوسان بپرسیم، حالا اگر که پاسخی روش هست که نه نوسان یعنی همون دیگه تلاطم، من بس میگم ما میگیم volatility یا تلاطم، تعریفش تلاطم میکنم. نوسان ممکنه زیاد تلاطم نداشته باشه. چرا؟ ممکنه نوسانات قابل پیشبینی باشه. مثلا شما نوسانات فصلی رو نگاه میکنید خانم، نوسانات فصلی مهم نیست. خب میدونیم زمستون میشه تا باید لباسمون عوض کنیم تو خونه، میدونید چی میگم، یه چیزایی هست که قابل پیشبینی نیست، اونا رو بهش میگیم تلاطم. پس باید فرق بودش خیلی در به خصوص در ایران این تلاطم‌ها زیاده. شما متاسفانه مثلا یه کشتی داره میره، خدای نکرده یکی غرض داره، یه بم میذارن، بعد میگن آقا ایرانی ها کردن، بعد خدا میدونه چه کار میکنه. اینه نمیشه پیش بینی کرد. مرسی متاسفانه نمیتونم بهتر از این بهتون توضیح بدم. یعنی روند رو من تا حدی میدونم در جهت مثبته به واسطه عوامل، و دیگران هم با این نظر همعقیده هستن. حالا ممکنه بگیم به جای 3% یکی بگه 4%، یکی بگه 2%، ولی که رشد به طرف مثبت این ما. ولی در یه ماه آینده، دو ماه آینده، همونجوری که گفتم، اگر آمریکا به صندوق بگه که میتونه شما این پول به ایران بدید، به نظر من خیلی در واقع پیغام مهمیه برای دنیا. لزومی نداره با هم مذاکره بکنم در زمان. من منتظر اون هستم خانم، ببینم میکنم انشاءالله. جناب دکتر، سوالی که حالا این رو هم من باید نمیکنم تکرار بپرسم که بیشتر استفاده ازش بشه، بحث عقد قرارداد 25 ساله ایران و چینه که از دیدگاه شما چه آثار و منافع اقتصادی برای ایران داره، و با توجه به این تحریم هایی که حالا ایران داشته و وضعیت چین و حالا البته روسیه رو هم آوردن، به نظرتون که روابط ایران با کدوم کشورها گسترشش بیشتره و با کدوم کشورها محدود میشه؟ البته من فکر میکنم بیشتر ما بحثمون رو همون قرارداد 25 ساله، چون سوال هایی که در مورد قرارداد 25 ساله بود جنبه های مختلفی داشت. اگر که بتونید روی این هم پاسخی داشته باشه ممنونتون میشم. من فکر میکنم به طور کلی داشتن قراردادهای تجاری به خصوص با کشوری که مثل چین یک وزنه اقتصادی مهم هست و زیاد همجمار ما نیست خوبه، برای که اگر کشوری خیلی با شما مرز مشترک داشته باشه ممکنه مسائل نفوذ سیاسی و مسائل دیگه بیشتر مطرح باشه. ولی نمیگم ایران نباید با روسیه معادلات داشته باشه، حتما با تمام کشور همجمار، با مثلا عراق الان همونجور که میدونید دومین کشوری هستن که ایران صادرات غیر نفتیش رو بهش میفرسه. بنابراین عراق با این که رابطه ای نداشتیم برای مدت ها یک کشور خیلی مهمی هست برای ما. ترکیه برای تجارت کشور همجوار مهمتر هستن، ولی که برای از نقطه نظر معاهده تجاری که مثلا بخوان سرمایه‌گذاری عمده بکنن و غیره، این نمیشه گفت که واقعا این قرارداد خوب و بده تا اینکه آدم ببینه کدوماشو دارن، کدوم بخشا اجرا میشه و در ارتباط با اون اجرا و بخشا چه بخشای اقتصادی دیگه ایران هم باش همگام خواهد شد. من چون اطلاع دقیق از جزئیات قرارداد ندارم و به خصوص البته نگاه کردم ولی نمیدونم که کدوم از قسمت قرارداد رو ما داریم میخوام اجرا کنیم، بلکه 25 سال طولانیه. راجع به عدم اطمینان من صحبت کردم. بنابراین آدم تنها میتونه بگه اون قسمت‌های قراردادی که در عرض 2-3 سال آینده میخوان چینی ها با ایران اجرا کنن، اونا باید ما مورد توجه بیشتر قرار بگیره، نه که کل قرارداد در شرایط فعلی. مرسی جناب دکتر. یکی از دیگر سوالا، حالا من فکر میکنم بهتر ما تو 4-5 دقیقه، چون
بیشتر از زمان هم صحبت کردیم. میدونم که اول وقت صبح شما هستش و نمیخوایم بیشتر خیلی بیشتر از وقتتون رو بگیریم. بحث در مورد این بحث راهکار جلوگیری از ایجاد رانت و چالش‌های موجود توی اقتصاد هست که گفتن که به نظرتون این بحث مخصوصا زمانی که با ارزهای دولتی اتفاق میفته، آیا شما راهکار مشخصی برای این موضوع پیشنهاد میکنین جناب دکتر؟ ولی میدونید مسئله مسائل ارز چندگانه در ایران خیلی متخصصین ایرانی به طور خیلی جامعی صحبت راجبش کردن. همه دیگه به این نتیجه رسیدن بعد از دوره آقای رفسنجانی که من بهش اشاره کردم که بایست ایران به طرف ارز یگانه حرکت کنه. هر شرایطی که ارزهای دوگانه یا اصلا قیمتهای دوگانه برای هر کالا، این فقط در زمینه ارز نیست، مثلا دادن وام، اگر نرخ دوگانگی وجود داشته باشه برای یه گروهی پایین‌تر باشه برای یه گروه دیگه، یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم، یا دسترسی به منابع مالی یا دسترسی به ثبت سفارش یه نوع کالا برای تجارت، اینا همش اگر اختلاف ایجاد بکنه مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی ایجاد میکنه در نهایت. پس من همیشه و فکرم قبول میکنن دستاندار و کاران، سوالشونه که چه موقع ما میتونیم اینو به صورت سیاسی واقع بینانه اجرا کنیم. من اونو حرفی ندارم، اون بایستی زمانی که میخوان شما یگانه بکنید رو بایستی دولت تعیین بکنه، ولی نباید عقب بندازه. یعنی باید، چون خود دولت اینقدر مسئله داره، همیشه میاد میگه خب بحران بعد از بحران اتفاق میفته، بحران کرونا هست، بحران روابط بین المللی هست، بحران های داخلی هست، یه جا سیل میاد. متأسفانه دولت ها بیشتر بازگوی بحران ها هستن و اقتصاد کشور هم از یه بحران به بحران دیگه حرکت میکنه. و اون مسائل اساسی که یه مقدار من بهش خواستم صحبت بکنم که به قدرت بالقوه اقتصادی ما برسیم، اینا در واقع نمیرسن. پس 100% سیاست باید باشه در نهایت یه ارزی بشه. درست میگم. خب اگه جمعه دیگه من دیگه از خودت مرخص بشم، دیدم خیلی سوال هست، ولی اگر نه دارم میرم، منم میبینم که مثلا اگر از خیلی ممنون که فقط یک سوال دیگرم، چون اینم حالا در مورد همین بحثه کلی بود که حالا با توجه به شرایط اقتصاد ایران شما به صورت، حالا اگر بخوای فقط به صورت درصدی یا شاخصی بفرمایید، چند درصد از مشکلات اقتصاد ایران رو ناشی از مسائل درونی، یعنی در واقع داخلی مشکلات، حالا هم بحثای سیاست های اقتصادی دولت میدونیم، چند درصدش بحثای در واقع از بیرون و تحریم و حالا مسائل اینطوری در نظر میتونید بگیرید؟ میتونید آیا درصدی براش در نظر بگیرید؟ نمیشه. اینا اینقدر مرتبطه، باز هم اون سوالی هم که شما کردید و من گفتید جوابش نمیشه آدم تعبیر بکنه. دلیلش همینه که چون اونو من نمیتونم تعبیر بکنم، جواب سوالتون رو نمیتونم بدم. خیلی من روی فکر کردم. متاسفانه هیچ راهی وجود نداره که بتونه آدم این جواب بده. نگاه شما نگاه کنید، مثلا میگیم یه واکسیناسیون موفق یا نه، چه کار میکنید؟ میاد یک دو گروه رو میگیرید به طور تصادفی، به هر دوتاشون آمپول میزنید، یکیشون داره واکسن، یکیشون آب بهش میده. یا که مثلا همچکاری نمیتونیم ما بکنیم که ببینیم آیا مثلا اگه تحریم رو ول کنه نداشتی اقتصاد چجوری، دولت ها چجوری عمل میکردن؟ چون تحریم و دولت ها با هم بودن، اصلا یه مقداری ما در نظر میکنیم اینها با هم متصل هم، جدا از هم نیستن. درست. ما که خیلی استفاده کردیم، حالا نظرسنجی هم همین رو داره میگه، حالا توی همین یکی دو ساعت هم فیدبکی که گرفتیم فوق‌العاده عالی بود، متشکر از وقتی که گذاشتین، ممنون. ما که حالا سیر نمیشیم از صحبت با شما، ولی در حال خیلی خیلی عالی بود، متشکرم. انشاءالله خوب باشید. آخر بگم که من عذر میخوام از اون کسایی که دست اندر کار هستن، چیزی که میگم که اونا بهتر از من حتما میدونن و بیشتر جزئیات وارد هستن. من با حسنیت از دید کلی به مسئله نگاه میکنم و اونجا که جواب ندارم میگم نمیدونم و میگم با دست اندر کار میکنم، ولی مهمه که بایستی علم اقتصاد رو بیشتر به طور واقع بینانه در قالب سیاست ها و در قالب کار اجرایی اجرا کرد، که به نظر من مهم هست برای آینده ایران.
همین خیلی ممنون خواهم. متشکرم خداحافظ شما. خب دوستان ما چشم، حالا چون چند نفر از دوستانم گفته بودن در مورد بارگذاری حتما این اتفاق میفته، فیلم ضبط شده از حدودا 15 روز دیگه، شما با کمیسیون بهبود که تماس بگیرید اتاق بازرگانی، ما در خدمتتون هستیم. امیدوارم که واقعا نتیجه خوبی داده باشه این وبینار و تونسته باشیم رضایت شما رو جلب کنیم. ایام بکام، شبتون خوش.